بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز جمعه 18 تیر ماه 1395 برابر با 8 ماه جولای سال 2016 میلادی با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشید. در حین گفتن این به اصطلاح اوپنینگ یا باز کردن برنامه، یادم افتاد به پیامی که آقای جمشید، همشهری عزیز. جمشید جان، شما اگه شیرازی هستی چرا لهجت مثل ما نیست؟ کلاس رفتی یا رفتی تهران بزرگ شدی لهجت عوض شده؟ در صورت یاد پیام ایشون افتادم و خندم گرفت از اینکه یه جای پیامش میگه آقا شما اول برنامه میای میگی که امیدوارم اوقات خوبی داشتید، حالا اوقات بهتری داشته باشید، بعد اوقات همه رو تلخ میکنی. گفتم ببین، قسمت اولش رو حقیقتا امیدوارم که اوقات خوبی داشتید تا حالا، قسمت دومش باز هم به صورت امید و آرزو میگم امیدوارم لحظه های بهتری داشته باشید، چون مطمئن نیستن که داشته باشید، چون مطمئن ممکنه من یه چیزی بگم، خیلی هوای اینجا گرمه، منم به تتپاتا افتادم، بذارید به سلامتی شما آبی بنوشم. بله، و من ممکنه چیزی بگم که باب طبع شما نباشه و ناراحت بشید. چون اسم آقا جمشید رو آوردم، اجازه بدید که ضمن تشکر از ایشون پیامشون رو پخش کنیم و ما بالاخره باید از خودمون شروع کنیم، به اشتباه خودمون اقرار کنیم، اشتباهات خودمون رو اقرار نکنیم اقرار کنیم، قبول کنیم که اشتباه کردیم، بابت اشتباهمون عذرخواهی بکنیم. اگر بابت اشتباه ما به کسی خسارتی واقع به اصطلاح وارد شده، اون خسارت رو پرداخت کنیم، با جان و دل هم پرداخت کنیم. در صورت خوشحالم که در این قسمت صحبت من با جمشید خسارتی به هیچ کس وارد نشده. از طرفی خوشحالم که 15 ماه فوریه برج 2، الان برج 7 هستیم. تقریبا 5 ماه قبل یه چیزی رو من گفتم، یه چیزی رو هم ایشون گفته، شرط بندی هم کردیم و گذشته و رفته و گرفتاری های روزگار، ولی اون سماجت من و اون سماجت جمشید باعث شد که امروز صبح این برنامه رو به اصطلاح به من پیامو برسونه و من هم برم ببینم. و این تا حالا دو بار گفتم که من اشتباه کردم، جمشید درست میگه توی اون قسمت. ولی جمشید جان، به این سادگی که من ولی نمی کنم بری. شما دیدی بارها من از یه پیام یک دقیقه‌ای یه برنامه 2 ساعته رو میسازم. ضمناً دوستان یادتون باشه، برنامه‌های من رو یا نگاه نکنید، یا اگه نگاه میکنید، نمیخوام بگم این فیلم سینمایی نمیدونم تاریخیه که اگه شما یه لحظه رو میس کنید داستان عوض میشه، ولی این که میگید من آمدم نشستم جسته و گریخته برنامه رو نگاه کردم، من نمیدونم این جستن یعنی پریدن و این برنامه دیگه، درست میگن؟ شما در حال فرار و در حال پریدن چجوری برنامه رو نگاه میکنی؟ خب این میشه که یه قسمتش رو میشنوی، یه قسمتش رو نمیشنوی، بعد میای میگی که پیام منو پخش نکردی، ضمن اینکه پیامتو پخش کردم. ولی این وسط یه پیامی که شما میگی نیست، دلیلم داره. باز جالبه، شما توی پیامت که الان میذارم میگی که من نمیدونم پیامگیرت کهنه است. عزیز من، پیامگیری که دیجیتاله اصلا اینجا نیست، روی وبسایت گوگل هست، روی وبسایت ماجیک جک هست و اینا هر روز به روزش میکنن، دیگه چیزی نداریم که کهنه بشه. ولی درست گفتید، یادتون اون وقتا این نوارا کهنه میشد، از بس یه نوار کوچولویی بود و ما هم همش اون 10 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه اولو چیز کرده بودیم، گوش داده بودیم، این نوارا اون قسمت مغناطیسیش و اینا از بین میرفت، بعد یکی که حرف میزد عین صدای قلوب قلوب آب بود و متوجه نمیشدی. ولی الان دیگه اون مسئله گذشته. اما ببین چقدر خوبه که هی سربی میاد میگه گفتنی ها کم نیست،
من و تو کم گفتیم، شما کم گفتی، مثل علی شیرازی گفته این نیز بگذرد، ناراحت نشو، ولی اگه وای میسادیم پاش میگفتیم یه دردی از دردهامون دوا میشد. به چه صورت؟ خانم آقا، این روزها میتونم بگم 95% مردم از پیامگیرهایی که استفاده میکنند که اصلا اسمش شده وایس میل، انسرینگ ماشین نیست، انسرینگ ماشینی نیست، اینجا 95% که استفاده میکنند دیجیتاله، همه خوبه، ولی یه سری آپشن یا گزینه یا حق انتخاب داره که ما اونا رو یا به دلیل تنبلی ازش استفاده نمی کنیم یا یاد نگرفتیم، بلد نیستیم. مثلا پیامگیرهای جوان چیز، ببخشید دوستان، میبینید من امروز انقدر سیاه شدم، آفتاب و گرمای سه روز گذشته که به جای خود، ولی بارها براتون گفتم چون ما سیستمون رو روی اتوماتیک میذاریم، نداریم اینجا کسی، من اگه اومدم اینجا دوربینو بیاره اینجا، اگه رفتم اونجا ببره اونجا، البته دوربینایی هست که صورتتو دنبال میکنه که نمیخوایم. و اینه که مثلا من اگر یه لباس رنگ روشن بپوشم وقت صورتم اینجوری تیره میشه. الان میخوایم بهتون نشون بدم، هی نگید ما از تلویزیون مردم چی یاد نمیگیریم، خب کوفتتون بشه، این همه چی یاد گرفتید؟ ببینید من دستمو میارم نگاه کنید، پیرن خودم رو که میپوشونم ببینید صورت من سفیدتر میشه. یه بار دیگه این کارو میکنم، دقت کنید، دستمو میارم پیرنمو که میپوشونم نگاه کنید صورت من سفید میشه. چرا؟ این دوربین تشخیص میده که آقا اینجا همه سیاهن، همه قهوه‌ای‌ان، ولی الان اینو میخونه و این رو با بهش میگن وایت بالانس، با اون صفحه کاغذ وایت بالانس میخونه و روی اتوماتیک میخونه. دیگه بیشتر از این توضیح ندم. اون وقت میگه گیج بودی، گیجتر بود شدی، چرا رفتی معلم شدی؟ بماند. آقا جمشید خوب آمدی، روز جمعه است. خیلی از دوستان شکایت کردن که آقا شما برنامه هاتو یا با پیام اون دوستتون یا با صحبت کردن با آقای یزدان خدا بندلو هی شیرینکش کردید. شیرینک یعنی کوچیک شده، آب رفته. ضمن این که بابا ما امروز چهارشنبه اومدیم از یک برنامه گذاشتیم، چرا اینقدر شماها هم ناشکری میکنید؟ و در هر صورت امروز 2 ساعت با شما هستم و این 2 ساعت امیدوارم فرصتی باشه که ما بتونیم این برنامه برنامه‌های زنده رو بگیم و بخونیم و تموم کنیم و این آقای جمشید رو هم از روی میز تشریح باز کنیم، دل و روده رو بریزیم به هم، جوابش بدیم و امیدوار باشیم که جمشید همین جوری که دوستیش، اتفاقا براش یک چی فرستادم، یه آهنگ بسیار قشنگی هست به نام I hate you then I love you، میگه من از تو متنفرم ولی از تو خوشم میاد، نمیتونم باهات زندگی کنم ولی بدون تو هم زندگی نمیتونم بکنم. به نظر میرسه رابطه من با شما دوستان اینجوریه، اون کسی که زحمت میکشه، برمیداره نامه میفرسته، پول آقای رضا پهلوی و میگه آرزو بر جوانان عیب نیست، پول آقای رضا پهلوی و شاه و اینها رو میفرسته، خدا شامیهن رو میفرسته، ولی از ترسش اسما رو خط میزنه و به من سلام میکنه، به حتی نوه 2 ماهه من سلام میکنه، احوالش میپرسه، من ازش ممنونم، این نشونه لطف و محبت دوستان شاه اللهی است. ولی اگر انتظار داری که من مثل قدیما ناپخته باشم و بیام مجانی نامه شما رو بخونم، ممه رو لولو برد و حرف مفت به درد کجا میخوره؟ به درد سطل آشغال. تا روزی که شهامت پیدا کنی، شجاعت پیدا کنی، پشت حرفت وایسی، باورمند باشی. من بارها گفتم این داعشی ها میبینیم از خودشون احمقتر، خردتر، پدرسوختتر، آدم کشتر وجود نداره، ولی یه چیزی دارن، حالا که باور داره که این کاری که میکنه درسته، میبینی با جون و دل وای میسه اونجا، ولی تو همون هم یه سری هستن ترسو، هن سر صورتشون میپوشونن، ولی اون مثلا زهاوی بود، کی بود؟ از روز اول آمد، بعدم آخرم کشتنش. میگه گر عاشق صادقی ز مردن نهراس، یا ز کشتن نهراس، مردار بود هر آن که او را نکشند. البته این شعارا یه مقداریش واقعا همه بدبختی ما از این شعاراست، اما
دوست نازنین من، شما نوشتید چندین برنامه من رو نگاه کردید، خب خوشحالم، اینقدر به خودت زحمت دادی رفتی با آدرس قلابی، با اسم قلابی، بذارید ببینیم سعید چی میگه. سعید مکزیکی یا برگشتی؟ Good sound and picture, I'm watching from Mexico. آقا میترسم آخرش اونجا کار دست خودت بدی، من این خواهرم اگه ببینم بهش میگم مواظب این باشا. در هر صورت سعید این نوره که عوض میشه مشخص میشه اونجا؟ ببین من وقتی اینا رو میپوشونم چون اینا سیاه میشه وایت بالانس منو سفیدتر نشون میده، وقتی اینا رو باز کنم چون اینو میخونه و سطح بیشتری هم هست اینجوری میشه. در هر صورت چی میگفتم؟ تا هم مثل گفت شیطان نخواست که ما بندگی کنیم. آها یک دم نشد که بی سعید زندگی کنم. جمعه از مرسی که لبخندی به لب ما آوردی، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. باز هم برگردم تشکر کنم از اون دوستی که یا هوادار پادشاهیه یا به دروغ خودش رو هوادار پادشاهی معرفی میکنه و با این چیزایی که نوشته فکر میکنه حالا من عصبانی میشم به اونا میپرم. شما اگه هوادار پادشاهی هستی دوست عزیز قشنگ بیا برنامه بگی چیز کن. شما وقتی میری از آدرس تلویزیون ایران آریایی برای من نامه مینویسی، اگر طرفدار تلویزیون ایران آریایی هستی برو اونجا برنامه بذار، نرو اونجا، بهشون پول بده، کمک کن. وقتی که میذاری اینقدر نامه مینویسی، اول یه صفحه بعد پشتشو مینویسی بعد خط خطی میکنی بعد مواظبی اسم دیگه جا در نره کسی نفهمه شما، آقا من بفهمم که شما فلانی هستی خب سو وات، به من چه، یه نفر دیگه به شاه الله یا اضافه شده. آقا مگه شما نمیگی همه مردم میدونن؟ یعنی همه مردم با شما هستن؟ خب میگن نگو احمق. آخه به این کسی که احمقه من بگم چی؟ بگم دانا؟ مثل امید دانا که احمقه بهش میگن دانا، بهش میگم دانا؟ اوکی آقای دانا. چرا من نمیگم خانم ها؟ آقایون اعتراض کردن چرا هر وقت میگی احمق میگی مردی که احمق، یا میگی مثلا، برای که ببخشیدا ما مردا حماقتمون رو بیشتر نشون دادیم تا خانم ها. شاد البته اون دفعه هم دیدید اون خانم هم زنگ زد پیامش گذاشتم، اگه طرف بگه خانم منم بفهمم خب برایش به اصطلاح چیز میکنم میگم خانم اینجوری. خب با ایران و پشت من چگونه میتونم؟ آقای سعید احمدی، نمیدونم این فکر کنم دکتر احمدیه، بله. خب من به شما میگم، من به شما نشان میدهم چگونه، ببخشید اینجوری فنگلیش نوشتم، تشریف بیاورید، تشریف بیاورید با هم صحبت کنیم، ببخشید دیگه برنامه ها اینجوریه، صحبت کنیم تا مردم قضاوت کنن. شاد زی آزاد زی، اینم از این. خب ببخشید، ممنونم اون دوستی که نامه نوشتی، پول 100 ریال میشه 10 تومن، پول 10 تومنی چاپ کردید، عکس رضا پهلوی رو گذاشتید، احتمالاً یکی از همین دوستان شاه اللهی اینو بهتون انداخته، 10 دلار 20 دلار 30 دلار با یه کتابی چیزی ازتون پول گرفته، اونا بلدن ما بلد نیستیم. اینم از این خودکارامو در بیارم، خودکار قرمز برای تصحیح املا و گفته های آقای جمشید عزیز که فامیلش رو نوشته ولی من به عنوان جمشید شیرازی صداش میکنم. جمشید جان برات یه ایمیل فرستادم، گفتم من یه دونه راوتر دارم، یه دونه آنتن تلویزیون HD های دفینیشن دیجیتال دارم، اگه کسی میخواد. ما که اینجاها تو شهر زندگی میکنیم هممون مجبوریم اینترنت داشته باشیم، تلفنی که اصلا سالهاست دیگه باور کنید اون تلفن‌ها رو ما استفاده نمی‌کنیم، پولشو بدیم تلویزیون هم داشته باشیم. ولی بعضی از شماها که یه جایی هستین مجبور نیستید، این آنتنه کار میکنه. حالا روز دوشنبه براتون میارم، اگه کسی خواست این آنتنه اون راوتر رو بهش مثلا میدیم 50 دلار که الان 10 15 دلار پول پستش و اینها باشه، یا اگه جمشید میخواد 100 دلار. خب دوست یعنی همین،
قرار نیست که همیشه از شما از دوست تخفیف بگیریم. اگه قرار اینه، خب منم از شما تخفیف میگیرم، به جای 50 دلار ازتون 100 دلار میگیرم. باز هم ممنون و متشکرم. و اما بریم سراغ جمشید. جمشید جان، گوشتو بده به من. چه فیلمی بود؟ میگه این گوشاتو بده به من تا من برات صحبت کنم. میخواییم به صورت گفت و شنود. دوستانی هم که در فیسبوک با ما هستن، آقای کیارستمی که فوت شد، یا کیارستمی پچه هاش که زنده هستن، در اصلاد ماجرای کیارستمی هم ادامه داره. آقای کیارستمی رو امروز به ایران فرستادن یا میفرستن و دو روز دیگه در ایران به خاک سپرده میشه. و این هم به قول دوستون علی شیرازی، این هم بگذرد. بریم سراغ جمشید که کولاک کردی جمشید، روز منو ساختی که رفتی این فیلم برنامه فبروری 15 رو. حالا شاید قدر آرشیو یا بایگانی تلویزیون مردم رو بدونید و به خودتون بگید آقا چرا تلویزیون های دیگه صاحبش معلوم نیست، فیلمش معلوم نیست، آرشیو ندارن، چرا فلان سایت نمیدونم خبری معلوم نیست کی پشتشه. اینا رو از خودتون بپرسید. هر روز براشون ایمیل بزنید آقا اگه شما چی نکنی ما دیگه نگاهتون نمی کنیم. طرف ویدیوشو میره میذاره یه جایی که 80,000 تا به قول خودشون دوست دارن روی فیسبوک، 150 نفر ویدیوشو نگاه نمی کنن. این نشون میده که اون 80,000 تای قلابیه، چون میدونید تو فیسبوک شما میتونید دوست بخرید. البته دوستی که بخری به کار همون چی میگن به درد همون تو فیسبوک بمونه میخوره. حالا جمشید میگه بابا جونمو به لبم رسوندی، پیاممو بذار، میخوام ببینم صدام خوبه یا بده. جمشید خان برو تا بریم. این میکروفون رو هم من بدم دست جمشید و صدای فیسبوک هم امیدوارم خوب باشه. رفتم که رفتم. الو، درود بر شما جناب آقای سربی گرامی. جمشید هستم، با عرض معذرت از اینکه این 3-4 روزه یه مقدار گرفتاری که پیش اومد نتونستم به اون اصل قضیه در واقع بپردازم. مسئله پول میگم از میشه حالا گرفتاری ما فردا برای تو ایمیل توضیح میدم. الان ساعت تقریبا درست 1:30 شب ماست و تازه رسیدم حقیقتش، بیرون بودم و جست گریخته پیام امروز رو گوش کردم، دیدم بازرسی از من نبود توی برنامه. ببینید همش اشکال ما اینه که جست گریخته. من چون خودم حوصله 2 ساعت فیلم یا 1 ساعت فیلم های ایرانی حالا میاد از تای کوچه که داره میاد نشونش میده تا میاد در خونه ندارم، فیلم های نیم ساعته رو نگاه میکنم. این فیلم ها رو هم ضبط میکنم روی DVR که بتونم تبلیغاش رو رد کنم. یعنی من یه فیلم نیم ساعته رو حقیقتا 20 دقیقه نگاه میکنم، ولی نه لازمه که جسته باشم نه گریخته. ضمناً این پیام مثل قبلیتونه. و مسئله پولم، چون من به ایشون 2-3 بار گفتم که این میشه ماجرای مفتخوری و اینها، ایشون گفته من برای که ثابت کنم مفتخور نیستم 50 دلار میفرستم، آدرسم گرفته ولی نفرستاده. امروز میگه گرفتار بودن. ببین نمیخوام فقط پولو بگم، ما به خودمون دروغ میگیم. اونی که میگه آقا من انقدر گرفتارم که ورزش نمیکنم، اونی که میگه آقا من انقدر گرفتارم که تلویزیون تماشا نمیکنم، دروغ میگه به خودش. ما آدم های مرتبی نیستیم، ولی اگه مرتب بودیم مثلا یه پول فرستادن حالا یا با پیپل شما که با کامپیوتر هستی یا با بانکو یا با چی چقدر طول میکشه. من یه زمانی یادمه اولایی که شروع شده بود بیل یا صورت حسابای آب، برق، گاز اینها رو روی اینترنت میدادن، نشون میداد یه خانمی از سر کار میاد میره آب وان رو باز میکنه، چون میدونی اینا هنوز مثل خزینه حمام میکنن، اینا به همه دنیا میگن شما عقب افتاده هستید، ولی خودشون از این وری هم. فردا که میرید این دستشویی یا روشویی نگاه کنید ببینید این لوله هنوز تا اینجاست. چرا؟ برای که اینا یه چیزی هم گذاشته، یه میخی هم گذاشته اون پایین میبنده. هنوز به این صورت اینا رو میسازن که مثل آفتاب و لگن شما آب میریزی تو این صورت رو میشوری. در صورت که اینجوری احتیاج نیست، این لوله رو بذار عقبتر، بذار جای دست ما باشه و اینها. در صورت برگردیم به این ماجرای جمشید و نتونستم و اینها، جمشید این نوار 2 ساعت طولش میدم مگه ولت میکنم به این سادگی؟
حالا تو تازه افتادی تو چنگ من. خلاص خانمه می اومد از سر کار، بعد وان حموم رو آبشو باز میکرد که تا این پر میشه، میومد کامپیوترش رو روشن میکرد، نشون میداد برق، گاز، نمیدونم تلفن، اینها رو پی میکرد، وقتی برمیگشت هنوز وانه پر نشده بود، یعنی به این سرعت اینها رو پرداخت میکرد. من میگفتم حالا اینا هم میگن، ولی مگر میشه به این صورت؟ باور کنید دوستان واقعا به همین سرعت، گفتم صورت، به همین صورت و به همین سرعت انجام میشه و من الان دیگه عاشق این بیل پی هم. هم خیلی سریعه، هم نمیخواد چک بنویسی، هم نمیخواد تم بهش بزنی، هم نمیخواد خطر گم شدن نامه شما باشه. قشنگ به شما نشون میده که پول رفت، کانفرمیشن میده. کانفرمیشن به فارسی چی میگیم؟ شماره رسید، تاییدیه، هر چی کانفرم کردن، یعنی شما اینو تایید کن. که مثلا من بهت میگم سه شنبه هم دیگه رو میبینیم، بعد شما میگید سه شنبه is Tuesday is confirmed، یعنی سه شنبه تایید شد، مورد قبول دوتامونه. ولی توی این کاغذای اینجوری که میاد، نمیدونم میشه بگی به عنوان قبض رسید میفرسته. اگر هم طرف فردا آب برق و آقا پول ندادی، میگی بابا اینها من دادم، بانک هم گفته به شما رسید، یه یعنی چیزی داری. ولی مثل ما چند سال پیش اینجا یه مشکلی پیدا کردیم، بچه های اینجا وقتی که جوان شدن شروع کردن از گاراژا آبجو دزدیدن، شروع کردن میل باکس ها رو با بیسبال بات، اینم مردم به پلیس خبر نمیدن چون بچه ها بچه های خودشونن دیگه. حالا ما بچه هامون بزرگتر بودن، ولی اونا بچه ها بچه های خودشن، تو هم نمیری برای بچه همسایه شکایت کنی، یه پرونده بدبخت بیاد روی زندگیش، بعد همه عمرش میگی میگذره، این نیز بگذرد. علی آقا حرف قشنگی میزنه، میگه آقا اینم میگذره، خیلی تو فکر نرو. در هر صورت ما یک نامه ای رو که برای IRS، برای اداره مالیات بر درآمد یا دارایی هرچی فرستاده بودیم، توی این ماجراها گم شده بود، نه من، دو سه تا همسایه دیگه و اینا، و مدت ها ما گرفتار اسیر شدیم که بعدی گفتیم بابا نخواستیم. این رفاهی هم که در آمریکا گذاشته، این صندوقه اینجا شما میری نامتو میذاری، یه بچه یه نادانی میاد این رفاه رو از بین میبره. خیلی هم دزدی میکنن، البته الحمدلله ما اینجا دزدی تا حالا نداشتیم. برگردیم باز به ماجرای جمشید. در صورت اوکی اب نداره، حالا هر وقت خاصی بفرست، مهم نیست. بذار من ببینم این ایمیلی رو که دیروز فرستادی و 5 دقیقه و خورده ای هست پیدا کنم. من رفتم اینو گرفتم که این 1:35. آهان، وقت شما توی این گفتی پیام منم پخش نشد. اتفاقا من درباره شما صحبت کردم اینها، و وقتی پیام ها میاد میره، آدم دیگه نمیدونه کدوم پیام. اگه یادتون باشه من چون تو رکن 4 ارتشم کار کردم، اونجا نامه ها، نه اونجا فقط، همه جا نامه ها رو شماره میزنن. بعد آقایی مثل سرهنگ عقیلی پور، این شخص انقدر منظمه، وقتی یه پیام میذاره برای من یه ایمیل میفرسته که من یه پیام گذاشتم. حالا شما که فکر میکنی من پیام شما رو گرفتم ولی از روی غرض، از روی مرض پخش نکردم، برو برنامه چهارشنبه رو نگاه کن. آقا این دوستمون برنامهاش، من منتظرشم که بیاد پخش کنم، یه برنامه اصلا گم شدی واسه. من به ایشون گفتم شما نفرستادی، ایشون گفت نه من فرستادم. گفتم دوباره فرست، دوباره که فرستاد اشتباه فرستاد، براش فرستادم گفتم آقا نگاه کن این نوشته چیز دیگه میگه، این پیامه چیز دیگه میگه. درستش کرد، دوتاش هم روز چهارشنبه پخش کردم. و چقدر خوبه که من چون همه چیز رو در برنامه میگم، هر کیسی که پیش میاد یه نمونه دارم که بگم آقا تو تنها نیستی. آقای عقیلی پور ایمیل آدرس داره، تماس بگی بگو آقای عقیلی پور چند بار شما پیام گذاشتی سربی گفته نرسیده. باز برمیگردیم به تلفن، سیستم جدید. دوستان تلفن‌های جدید به این صورته، شما وقتی پیام میذارید فوری تللق یا شترق این گوشی رو نیذارید. حالا که گوشی هم کسی نیست، همه انگشت میزنن. دیدم بعضی از دوستان ایرانی اینجوری به این تلفن‌ها انگشت میزنن. یادم اولین باری که آلمان یه دوستمون ریموت کنترل تلویزیون با ریموت خریده بود، وقتی میخواست ریموت کنترل رو بزنه اینجوری میکرد، مثل که مثلا فکر میکرد این باید بخوره چوبه یه چیزی به تلویزیون بمانه. تلفن رو فوری قطع نکنید. تلفن وقتی پیام میذارید ساکت میشید، یا اولش بهتون گفته پیام بذارید، بعد مثلا
pound این علامت مثل علامت آپارتمان نمبر هست، یه علامت شماره ای هست. میگه اینو فشار بدید، بعد بهتون میگه که پیامتون اگه میخواین همین پیامی که گذاشتید برسه به دست طرف، یکو بذارید، اگه میخواین دوباره، اگه میخواین گوش بدید دو رو بذارید، اگه میخواین دوباره ضبط کنید سه رو بزنید، اگه میخواین امرجنسی ارجنت برسه به اون چهار رو بزنید. شما دوست عزیز چون لابد این کارو نکردی، این پیامگیر اصلا فکر کرده شما پیام نذاشتی. حالا من اگه اشتباه کرده باشم که من نمیام قبول کنم، بالاخره باید بندازم این سر وایس میل یا پیامگیر. والا بلا به جون بچه هام بی خود نیما اینقدر قسم میخوریم، برای که طرف ما رو به دروغ گفتن متهم میکنه. آقا چرا من باید به شما دروغ بگم؟ چرا رئیسم هستی دیر آمدم سر کار، میخوای حقوقم رو ندی؟ چه دلیلی برای خودت داری که فکر میکنی سوربی به تو دروغ گفته؟ ولی باز برو برنامه چهارشنبه رو نگاه کن، ماجرای سه‌شنبه پستخونه من رو برو بشنو که یا گوش کن که من از خودم خجالت زده شدم. ما چون از خودمون خجالت زده میشیم و اون موقع موقعی که وجدانمون کانشس اینجا میگن نه، وجدانمون به ما فریاد میزنه که به خودم داد زدم آقا از اینجا برو، اون موقع نمیایم بگیم آقا من عجب آدم بدیم که به سوربی شک کردم، من سوربی عجب آدم بدیه که به اون خانم شک کرد که اومد تو پستخونه ازش عذرخواهی کرد. میگیم آها این اومد خط بکشه رو ماشینو، آها این پیام من رو گرفته چون من آخرش بدذاتی کردم که شما داری میگی، من که نشنیدم، من که نده گرفتم پخشش نکرده. من اگه شما بدذاتی کنی که میارم اینجا دل قلوت رو باز میکنم، از خدا هم که تو یه چیزی اشتباه بگی، یه چیزی بد بگی، آبروتو ببرم، بگم ببینید دوستان اون چیه کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. من اگه یه همچین چیزی بود از خدام بود، میگفتم ببینید دوستان این آقا جمشید که من میگه به کسای دیگه اینجوری نگو اینجوری نگو اینجوری نگو، ببینید خودش چه کار کرده. این آقای امید نادان که به مردم میگه ما فلان بیسار اینها، ببینید به خود با مردم چجوری صحبت میکنه. مدرکشو دارم بهتون نشون میدم. نگرفتم آقا، طلبکاری برای هر پیامی که نگرفتم باید $2 بهت بدم؟ بهت میدیم، ولی ما هم شرط میذاریم هر پیامی رو که گرفتیم $4 شما بده، اگر اونو قبول کنی ما هم اینو قبول میکنیم. خب بریم سراغ پیام جدید. من اون پیامه رو عوضی پخش کردم، اینو دیروز گذاشته. درود بر شما جناب آقای سوربی گرامی. خیلی تعجب میکنم که اون مرتبه هم رو همین تلفن با همین به حساب پیامی که شما به افرادی که زنگ میزنن میگید، تلویزیون مردم با مردم برای مردم به یاری مردم. خب همینجا وایسا اشتون. بله میشه، اتفاقا خوشحال میشم. تاییدیه خانم جیلانی میگه، ممنونم خانم جیلانی عزیز. خانم جیلانی تو رو خدا یه مقداری بحث سیاسی نکنید، بیاین بحث اجتماعی بکنید. شما که اینقدر زحمت کشیدی، دکترای جامعه شناس هستی، بیا بگو ما ایرانی ها چرا اینجوری هستیم؟ چرا 7-8 تا دایی جان ناپلئون تو مغزمونه؟ چرا این جمشید که من منتظر پیامش بودم بعدن پیام میذاره آقا پیامو پخش نکردی؟ میگم بابا خب من نگرفتم ولی دربارت صحبت کردم، حتی گفتم منتظرتم، بعد میگه من برنامه تو جست گریخته رفتم دیدم. اصلا شما به ما بگو ببینیم خانم دکتر جیلانی، چرا ما برنامه ها رو جست گریخته میبینیم؟ ما ها که هممون معمولا بیکاریم، یه جایی یا حقوق داریم یا بالاخره یا خودمون رو قانع کردیم به زندگی ساده، چرا جست گریخته؟ این همه عجله برای چیه؟ ببین چند تا تاپیک بهتون دادم خانم جیلانی که الان میتونید تو رادیو کیان ایران برنامه هاتون ضمناً از تلویزیون مردم پخش میشه. دوستان 3 ساعت روزانه برنامه های رادیو کیان ایران آقای سرهنگ فرهومند طرفدار پادشاهی پخش میشه دیگه. والا من نمیدونم
چجوری ما به مردم ثابت کنیم برای من آقای حسن ارشاد، حسن اجلالی، آقای پرویز مینویی، آقای فرهومند یکی و مساوی هستن. من باورم اینه که سربی حرف خودش رو بزنه، آقای فرهومند حرف خودش رو بزنه، دکتر جیلانی عزیز حرف خودش رو بزنه و شما بیننده که مردم هستید قضاوت کنید. این رو اگه ما نفهمیدیم خب کارمون خیلی خرابه. این رو اگه این دوست طرفدار پادشاهی ما نفهمیده و به دروغ میگه من یکی دو بار برنامه تو رو نگاه کردم ولی چیزایی که می‌نویسه نشون میده این سالها من رو دنبال میکنه، خب اولا چرا دروغ میگیم؟ بعد چه مرگمون حالا که یه جای باز شده از مردم با مردم برای مردم جون بکنیم یه حمایت هم بکنیم برنامه بذاریم؟ خب ببین جمشید جون، شما لازم نیست به من بگی من به همون تلفنی زنگ زدم که گفت اینجوری. خب اینه که ما میدونیم که عزیزم ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. بفرمایید. من بگذارید در اصل وقت با شما تماس گرفته میشه و بعدم همونو به صورت انگلیسی بیان میکنید. اگه گفتم در اسرع وقت غلطه، باید بگم در صورت نیاز با شما تماس میگیریم، یعنی اگر احتیاجی بود با شما تماس میگیریم. چون شما مثلا این پیامو گذاشتید هیچ نیازی نبود پس من نباید تماس بگیرم. یه وقت یکی زنگ میزنه آی سربی من 10 بار زنگ زدم شما جواب ندادی، حالا یه زنگ من بزن. من نیازی نمیبینم به اون زنگ بزنم. ولی یکی زنگ میزنه میگه آقا من میخوام برنامه بگیرم به من زنگ بزن، شمارم اینه، اسمم هم اینه، اون موقع من نیاز میبینم که به این زنگ بزنم. اگه شما شنیدی در اسرع وقت به شما یا we will call you as soon as possible، اینو باید عوضش کنم بذارم we will call you if necessary. چی بگم به انگلیسی؟ اصلا چرا به فارسی نگی؟ این جمشید یقه منو گرفت تو چرا به فارسی نمینیسی؟ اوکی با شما تماس میگیرم، در صورت نیاز با شما تماس میگیرم. بفرمایید. مثل همین حالی که من دارم زنگ زنم. حالا چرا شما میگید ضبط نشده؟ یه خورده برام غیر قابل. من نگفتم ضبط نشده. ما اینجا اصلا چیزی نداریم که ضبط نشه. من قسمت خودم رو میدونم. I didn't get it. یعنی من دریافتش نکردم. چجوری من دریافت میکنم؟ دوستان شما یه پیام که میذارید، من این پیام شما رو با ایمیل میگیرم. اصلا اینجا چیزی نیست. باور کنید بعضی پیام ها رو میگیرم میگه آقای سربی شما اگه اونجا هستی گوشی رو بردار، منم فلانی. میگم آقا تویی که فلانی هستی میدونی سیستم ما اینجاست، من اصلا تلفن روی میز ندارم، دستگاه پیامگیر ندارم، عوض شد همه چیزا، قرن 21 یه قدم بذار جلو. ضبط نشده، من غلط کرده باشم بگم ضبط نشده، شادم ضبط شده، الان صدای شما با صدای حضرت عیسی و موسی و داوود و ابراهیم تو حواس تو فضای مجازی. ولی من ایمیلی نگرفتم که به همراه اون ایمیل، بارها هم گفتم اون پیام اون تلفن تو و تو 202 و تکس میگیره و پیام میگیره و میتونم باهاش زنگ بزنم اینجا و اینها، اون مال گوگل وایس. مجانی هم هست، همتون برید بگیرید 10 تا بگیرید، چون مجانی خودتون خفه کن، تناب مجانی دیگه. اوکی. ولی شماره تلفن 703 فلان این تلفنی بود که آمد اینا هست دوست، تلفن دیگه شده این، شما این ورش سیم اینترنت میزنی اینو میکنی تو کامپیوتر، ببخشید این سیم تلفن، میبینید اصلا ما دیگه گذاشتیمش تو کشو بسیمش. این تلفن رو ما وقتی گرفتیم اون موقع فکر کردیم خیلی خوبه، ماهی نمیدونم 20 ما 4 دلار ما 5 دلار یا سالی 24 هر چی، ما رفتیم 5 ساله گرفتیم، هرس میزنیم دیگه. اونا بلدن چه جوری شما رو به هرس بگیرن. شما دیدی فروشگاه نوشته 2 تا بستنی بخره 3 تا ببر. خب همه که 10 تا بچه ندارن یا همه 5 تا بچه ندارن، اونی هم که مثل منه خام طمعه گرید میگه اوکی میگیرم، میاد خونه میخره اونو میذاره، دلش هم نمیاد دیگه بندازه دور تا موقعی که این بستنیه، حالا جدیدن دیگه بو مقوا نمیده، اون موقع بستنی ها وقتی میمون هفته دوم بوی مقوا میداد، نمیدونم چرا، حالا شم میزنن داخلش هرچی درست کردن. در هر صورت من گفتم پیام شما رو من دریافت نکردم، ایمیل بوده. این وسط گفت باد و ابر و مه و طوفان و فلک در کارن،
تا تو زنگی بزنی و من پیامی دریافت کنم. بفرمایید. باوره، نمیدونم با درسیرنگی شما کنه از قدیمیه امکانش هست یا نه، ولی تصور من اینه که آره، من از ایران که خواستم بیام شاه اللهی ها پولایشون رو آوردن، وسایلشون رو آوردن، شاه و فرج جواهراتشون و دوزی هاشون رو برشتن بردن. من یه انسرین ماشینی بود، این مال کوروش بود، نه که مال شیراز هستم، مال کوروش بود و این تو خانواده ما بود. من اون انسرین ماشینه رو با خودم آوردم آمریکا و 30 سال الان، 2 سال آلمان بودم، 30 سال هم اینجا، 32 سال دارم همون انسرین ماشین رو استفاده میکنم. و اگر انسرین ماشین من کهنه است، شما باید باور کنی که ضبط نکرده. حرفات زد و نقیزه. چرا؟ چون عصبی هست. مثل من میبینی الان دارم عصبی میشم. یکم آب بخورم، آبی بنوش و لعنت حق بر جمشید کن. خب ببینم دیگه چیه. مشکل فرهنگی و نتوانستن تمرکز داشتنه. آی گفتی همه جا میریم پخش میشیم، بعد یادمون میره که درباره چی میخواستیم صحبت کنیم، اصل موضوع رو فراموش میکنیم. خانم جیلانی عزیز، آمریکایی ها میگن وقتی شما این خمیر پیتزا رو خیلی بکشی، اون وسطش که اصلشی که باید چیزها رو نگه داره پاره میشه و اینا میریزه همه زمین، دورشم میشه خمیر نپخته. آفرین، شما درست میگی. امیدوارم مشکلات شما هم برطرف شده باشه، به زودی شما رو در تلویزیون مردم هم داشته باشیم و داشتن درست حسابی یعنی هفتگی بیای یه دردی از این دردهای بی درمان ما رو درمان کنیم که ماشاءالله کم هم نیست. خب پس معلوم شد سوربی وقتی خواسته از ایران بیاد، مثل تمام فراری های دیگه، حتی انسرین ماشینش هم گذاشته توی یه چمدون آورده. و امروز جمشید بهش میگه آقا برو انسرین ماشین درست بخر، ولی جمشید پول رو به موقع نمیفرسه، چون پول در رده آخره از لحاظ ارجعیت، از لحاظ اولویت، پریورتی. و شما فکر کنی جمشید جان پیامت من گرفتم پخش نکردم، اینقدر منو بد میشناسی؟ بفرما. در انتهای اون پیغام شاید چیزایی که گفته بودم یک کمی شاید دلخور کننده بود. شاید تازه یک کمی هم دلخور کننده بوده. شما که اینقدر تعریف میکنی، چرا بیای یه چیزی بگی که امروز شک داشته باشی که آیا اون دلخور میشه این ایرانی از من یا نه؟ عکس برات میگیرم از این نامه و میفرستم. بنده اینجا روزا چه تلفنایی دارم، چه نامه‌ای دارم، چه ایمیلایی دارم. شما با یه نفر طرفی، من با 13,000 نفر فقط رو فیسبوک طرفم. 13,000 تا که پشت عکسای تخت جمشید و گاو و گوساله و شغال قایم شدن، اسماشون هم همه کوروش کبیرن. حسن علی ما نداریم، حسین علی نداریم، غلام رضا نداریم، همه کوروش کبیرن. اون وقت شما حق داری عصبانی بشی، ولی من حق ندارم عصبانی بشم. چه کسی این حق رو به شما میده که شما این حق رو از من میگیری؟ بیا بریم. جان هرچی قصدی نداشتم، به هر جهت هممون در حال اشتباه کاری هستیم. اصل قضیه اینه که شما تو برنامه هاتون به یه شکلی برنامه ها رو توضیح میدید یا درباره دیگران حرف میزنید که همش در حال نکته گیری و ایرادگیری و اینجور مسائل بود که من خواهش میکردم بابا یه خورده ملایم تر. همینجا وایس. امروز وقتی که این برنامه رو جست و گریخته نگاه نکردی و نشستی، اولش هم سوربی گفته اگه جست و گریخته میخوای نگاه کنی نگاه نکن، برو دنبال کارت. نگاه نکردی، نشستی گوش دادی که سوربی گفته آقا من برنامه هام روشش اینه، روش برنامه من اینه. حالا از خودت سوال کن چرا من میشینم سوربی رو نگاه میکنم؟ آیا خود من هم یه مرضی ندارم که چون میدونم سوربی امروز میخواد بیاد پاچه یه کسی رو بگیره،
سوربی سگ نازی آباده، این خانم نیر بهم گفته، نگفته منا، گفت اون مسئله ضرب المثل سگ به اصطلاح میگفتن سگای نازی آباد قریب خودی رو فرق نداره و میگیرن. شما از خودت سوال کن، چرا بین این همه تلویزیون که پشت سر منه همشون هم روشنن، شما میای میشینی سوربی رو نگاه میکنی؟ چه مرضی تو وجود تو هست؟ نوریزاده رو که درواز میکنه پنجره به خانه پدرش که معلوم نیست چند تا پدر داشته، تیمور لنگ بابای معتاد که حالا اومده اونجا شاه اللهی شده دیگه، حالا نمیتونه حرفم بزنه از دست آقای بیژن خلیلی، از ترس آقای شهرام همایون، اینا همه رو ول میکنی میای میشینی سوربی رو نگاه میکنی که به قول خودت همین چند ثانیه پیش سوربی ایراد میگیره. آقا من خودم هم این مرض شما رو دارم و براتم تو ایمیل نوشتم اگه شما مسنتر از منی به نظر میرسه من کپی شما هستم، اگه من مسنتر از شما هستم به نظر میرسه شما کپی من هستی و دوتامون همین مرض رو داریم و این ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، آقا بی خود نیست. شما با همه این نفرت، با همه این مخالفت با من نتونستی دوام بیاری و پیام نذاری، نتونستی دوام بیاری و ایمیل ندی، یعنی من یه کاری کردم که شما رو اینجا جذب خودم کردم و این هنره که شما مخالفت رو بتونی 2 ساعت بنشونی حتی جسته و گریخته و گوش بده، این هنره که مخالف شما که اینقدر احمق فکر میکنه دشمنته، نه شما، اونی که نامه رو فرستاده میشینه وقت میذاره نامه مینویسه پول تم میده پستش میکنه، این هنر سوربیه. این هنر رو ای کاش گیر تلویزیون فاکس افتاده بودم، زبان انگلیسیم خوب بود، میشدم بیل اولایلی، میشدم اون یکی دیگه، خدا نمیکنه بشه اون خانمه بشین که میخواستن بهش تجاوز کنن، یه پولی میساختیم. حالا اینجاست که اون شعر از دست نمیدونم بیشانسی و اینا گیر شما افتادیم، ولی شما یه چیزی میشه آقا، این کوچه پر دست انداز، کوچه اونوری رو آسفالت کردن، میتونی با سرعت 60 تا با ماشین ماستانگت بری، با ماشین پورشت بری، چه مرضی داری که اون کوچه صاف و ول میکنی و میای توی این کوچه سوربی که اینقدر دست انداز داره؟ میدونم چه مرضی داری، تا هم کوچه های خاکی و سنگی رو دوست داری که گاهی وقتی هم از زنت دستت دلت تنگه، از دوست دخترت، از بچت یه سنگی برداری، حالا هم که اینجا سوربی خونش اینجا، یه سنگی هم به خونه سوربی بزنی، تو خیابون آسفالتی که نمیتونی سنگ بزنی، سنگ نیست، تو اینجاست که سنگ و ناخاله است. و چقدر خوشحالم که این سنگ و ناخاله ها رو نگه داشتم که خودمو نخاله های مثل شما دور برم باشن. حالا خانم جیلانی میگه بابا این سوربی دیوونه شده. خب جناب سوربی، مقصر اصلی پدر و مادران بی سلیقه ما بودن که اسامی حسن علی، محمد علی، رقیه، سکنه، سقرا برای اون انتخاب کردن. حالا ما همه کوروش ایرانی هستیم دیگه. نه عزیز من، این شور حسینیه که الان گرفتتتون. شما برید بزنید چند نفر فامیلشون هیتلر هست. آقا خانم، هیتلر قبل از اینکه آدولفی پیدا بشه، برید ببینید چند نفر تو آلمان و قبلش آدولف بودن، چند نفر فامیلی هاشون هیتلر بوده، خانم اسمش مثلا سیرا بوده، فامیلیش هیتلر بوده. اسم اصلا نقشی بازی نمیکنه. صحبت های این دوست ما که هنوز نمیتونم اسمش رو بگم، برید ببینید چند نفر اسم همین حضرت های علی و فلان اینها بچه هاشون اسمای سنی بوده که امروز شیعه ها بدشون میاد. تمشک آلبالو، دوست عزیزم، نمیدونم زنی، نمیدونم مردی، شما رو سر کار گذاشتم و الا اسم من چه اصغر باشه، چه پارسا باشه، چه کوروش باشه، به قول آمریکایی‌ها call me shit, show me the money. آمریکایی اینو میگه، میگه منو که میخوای صدا بزنی بگو هی گو، ولی پولتو بده. اگه جمشید میگه من 50 دلار فردا میفرستم، فردا صبح باید بفرسه، اگه نفرستاده باید فکر کنه که این اداره آب، برق، گاز، گوز، هرچی 10 دلار 20 دلار جریمش میکنن، اون وقت ما میشیم یه ملتی که برای حرف خودمون اقلن احترام قائل میشیم.
ممنونم که این چه خوبه که آدم میتونه بنویسه. خانم به یه جیلانی هم نوشتن که امیدوارن که بتونن این کار انجام بدن. من هم امیدوارم. مرسی. خب بالاخره مهربونی هم توی این مکالمات و مراودات ما جایی داره برای خودش. بله دوستان، دیدید همین جمشید یا شنیدید گفت من فکر میکنم، پیام من رو گرفتی ولی به دلیل اینکه آخرش من نامهربانی کردم، البته یه کمی ها یه انقدی این وقتا چی بگم، کاش که یه برنامه باز کنیم اصلا هر چی دلمون میخواد بگیم، میگه یه انقدی، حالا چه تریاک چه سیکس هر چیزی، این یه انقدی بی احترامی کرده، یه انقدی نامهربانی کرده ولی به من نصیحت میکنه تو نامهربانی نکن. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. شما به من نشون بده، شما به من نشون بده، پیام بذار، اولش با درود انتقادتو بکن، با مهربانی با برادری من از خودم شرمنده بشم، بگم ببین جمشید انتقادشو کرد، اشتباه منو گفت و من اشتباه کرده بودم. دوستان بعد از پیام جمشید اگر عمرم برسه اون اشتباه رو نشون میدم و ایشون درست گفته، من 4 بار اشتباه کردم، شهر رو خوندم شعر، حالا وقتی نشونتون میدم دلیلشم میگم، خودتونم برید ببینید. روز 15 فوریه توی آرشیومون نگاه کنید، دقیقه 40 ثانیه 28. آفرین جمشید، یک کار تحقیقی انجام دادی، رفتی وقت گذاشتی، برات مهم بود که سربی میگه امکان نداره من دروغ بگم، ببخشید من اشتباه کنم، من حاضرم حتی شرط بندی کنم. حالا من چی یاد گرفتم؟ از این اشتباهه یاد گرفتم که عذرخواهی کنم، از این اشتباه یاد گرفتم دیگه شرط بندی نکنی. یا این دفعه به خیر گذشت، چون جمشید دوستش فوت شده بود و چند تا گرفتاری براش پیش آمد، وقت نکرد بره سر موقع بیاد اینو بذاره، بعدم چون شما خندیدی و پیاماش پخش کردی گفتی جمشید جان اون شرط بندی دیگه تموم شد. به جان بچه ها، به وجدان، اگر قبول داشته باشی من اصلا نرفتم نگاه کنم ببینم اونو اشتباه کردم یا نه، ولی اون روزی که پیام گذاشتی گفتم بابا ولش کن دیگه، گفتیم شرط بندی به هم خورد. امروزم به شوخی براش نوشتم که آقا خیلی خوشحالم که قبل از اینکه برام اینو بفرستی، بعد از 5 ماه یه هفته کم ما شرط بندی رو لغو کردیم، و الا اونجوری هم که گفته بودن شما برای هر یکیش $10 بده، من برای هر یکیش $100 میدم و اینها، من بی پول حالا بیام جریمه بدم. این حرفای یاد گرفتن دیگه از این غلطا نکنم، دیگه با کس شرط بندی نکنم، اگه گفت بگم بله ممکنه اشتباه کرده باشم، شما لطف کنید بنویسید یا بگید کجا تا من به دوستان نشون بدم ازشون عذرخواهی کنم. جمشید جان بازم ازت ممنونم، اگر اون آنتن و راوتر رو میخوای به جای $50 $100 بفرست، تا بفرستیش من برات این دوتا رو پست میکنم. بشنوید جمشید عزیز واعظ محترم. آخه نمیشه گفت که تو لغت مهربانی رو نداریم، خب ما با گذشتمون باید ثابت کنیم که مهربون هستیم. عزیز من فقط با همین سلام علیکم اول برنامه که بگین انشالله که اوقات خوبی رو گذرانده باشین که کافی نیست، که باید نشون میدیم که واقعا ما هدفمون همینه از این برنامه ها، که بتونیم اوقات خوشی رو به وجود بیاریم، نه اینکه 10 نفر خوشحال کنیم 50 نفر برنجونیم. این غلطه عزیز من. کلاس درس اخلاق هفتگی با آقای جمشید. آقای جمشید از خودت شروع کن عزیزم، منم تلاش میکنم که به دنبال شما و از خودم شروع کنم. دوست عزیز، اگر سربی نامهربان نباشه کلمه جمشید مهربان معنی نداره، بذار سربی نامهربان باشه تا مردم بفهمن جمشید مهربانه. همه رو عوض نکن مثل خودت. اگه اشتباه نکنم چگوارا گفته بود من همین جوری که میخوام هستم، و من که قرار نیست مثل کارخونه ها که آدم میسازن یا همه آدم ها یه شکل باشن. آقا خودت خدا وکیلی چند بار تلویزیونی رو روشن کردی که میگه درود بر شما و همیهنان گرامی، روزتون آباد، فلانجاتون شاد، گشاد، همه چی درست آزاد، ولی تو میبینی که این داره دروغ میگه.
تو میبینی که این اگر بعد از برنامه توی تلفن معمولی بهش زنگ بزنی، یه ایراد کوچیک ازش بگیری، زن و بچه و خواهر و مادر و پدرتو از تو قبرستونا هم میکشه بیرون، فوش خار مادر میده. من نمیتونم اون باشم. آقا حسن، یه نفر هست فرش میفروشه، میگه ای قربونتون برم، این فرش شما نمیدونی، اصلا این فرش الان شما میخری، اصلا این روح ایران میاد تو خونه. آقا خب این پدرسگ دروغ میگه، من یه فرش اینجا مونده بود مال یه مردکه شیره معتاد الکلی به نام آقای امیر سلیمان، امیر سلیمانی، یه هم چیزی، پیام امیر سلیمانی اسمش رضا بود، کرده بود پیام. ببین آقای تمشک آلبالو یا خانم تمشک آلبالو، سوربه اگه اسمش از اسقر بکنه پارسا، این همون عوض نمیشه که. یا اون رضا اسمش کرده پیام که آدم نمیشه که. این معتاد از اینجا رفت کالیفرنیا، بعد یه روز به ما زنگ زد آقا یه فرشی دارم، اینا اینجوری گفتن فلان، شما برو بگیریش و بفروشش و بده برای تلویزیون و فلان بیسارا. من آقا نتونستم یه فرشی اینجا بفروشم، یه دونه فرش. شما ببین این کتابا رو اگه 4 تا دوست مهربان نبود که من مونده بود رو دستم. نمیتونم آقا من فروشنده باشم، من نمیتونم دروغ بگم، من نمیتونم بگم شماها نور چشم من هستید، قدمتون روی چشمم، سرم فلان، قربونت برم. آقا قربون ننت برو، طرف رو نمیشناسه، میگی سلام بچه هاتونم برسونید، سلام خانوادرم برسونید. نمیدونم جمشید جان، ما بابا جون از ایران اومدیم که اینا رو بریزیم دور. شما حالا هوس ایران کردی، میخوای اینجا ما همه مهربان بشیم. آقا شما مهربان باش، شما هفته یه پیام بذار، نامهربانی های منو به مردم بگو. مگر این نیست که ادب از که آموختی از بی ادبان؟ شاید خود من تا حالا کلی به شما کمک کردم، شما دیدی آقا این دیگه سربی، این چه نخاله ای ایراد میگیره، من ایراد نگیرم. ادب از که آموختی؟ از بی ادبا. یه سری هم اجازه بده پسر نو، این سعید مدینا با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. این سعید روزای اول آدم بود قشنگ مینوش، حالا وقتی با ما هست هر چی دلش بخواد بد و بیرا میگه. بذار آزاد باشیم. اوکی مرسی، بفهم. تا حالا 1 دقیقه و 54 ثانیه شما حرف زدی، 1 ساعت خورده من حرف زدم، هنوز 1 ساعت نشده. به این میگن اغراق. اصل برنامه های تلویزیون اغراقه، که شما رو مثلا صدای ماشین که میپیچه دیدی، ماشین تو پارکینگ داره میپیچه، همه هم قیش قیش میکنن، ولی اون صدا رو میبره بالا که شما فکر کنی این با سرعت 50 مایل چیه، با سرعت 500 مایل میره. فلسفه میدیا اغراقه، اگزاجریت یا اگزاجریشن. اونا اگه بلد بشی موفق میشیم سوربی، ملت رو جلب میکنی، جذب میکنی، ولی چون همشون کار دارن هیچکی نمیره پول بفرسته. پول هم اگه یکی میخواد بفرسته اینجوری میفرسته، پول هم اگه میخواد بفرسته مثل این احمق اینجوری میفرسته. آخه این پوله به درد ننت میخوره، میدونی چی میگم؟ این احمق این پول رو یه جایی $10، $20، $30 ازش گرفتن، یادگار پادشاهان فلان. اوکی حالا گذاشتش اونجا نشسته، از من ناراحته، نمیدونه چرا، از خودش ناراحته. آقا خانم پهلوی 57 سال مملکت رو داشت، به مردم فوش داد، ظلم کرد، زمیناشونو گرفت، مردم تیپا زدن بهشون، انداختنشون بیرون. حالا شما آقای امید نادان میخوای بیای دوباره همون کارا رو بکنی؟ خب بیچاره رسیدی به سوئد، خانمت هم آمده سوئد، درسته تو سوسولی کاری به خانمت نداری، ولی برو دنبال هر کرمی که میخوای بریزی، دیگه زندگی کن، دیگه نمیخواد برای ما نوار بفرستی و فلان. آقا ما آمدیم مثل آمریکایی‌ها که یه چیزی که دارن میخوان بفروشن اعلامیه مینویسن. توی فیسبوک نوشتیم اگر شما در فکر درست کردن یک رسانه هستید یا میخواین نشریه الکترونیکی داشته باشید، ما این وبسایت مردم ریپورت رو میخواییم واگذار کنیم بفروشیم، با ما تماس بگیرید تا مراحل واگذار کردنش رو به شما بگیم. دوستان الان فکر میکنه که این سوربی چه دروغی میگه، مگه میشه یه ایرانی همچین اشتباهی بکنه؟ ببینید این امید نادان چی نوشته.
الان میدونم این جمشید میگه آقا وسط کار ما رو ول کردی رفتی سراغ امید نادان، اب نداره، اونم مثل من و تو نادانه، حالا بعدا انشالله دانا میشه. ببینید دوستان، این جمشید این همونه که این بچه رو وقتی شما میبینی میگی عجب بچه مؤدبیه، با این تتفاتایی که حرف میزنه و با این انگشترهایی که کرده دستش و اینا، ولی عجب مؤدبه. این پدر سوخته حرومزاده چون به خلوت میرود، نگاه کن من نوشتم اگر در فکر راه اندازی و داشتن یک پورتال خبری هستید، مردم ریپورت را میتوانید داشته باشید، با ما تماس بگیرید تا درباره آن صحبت کنید. الان هم دارم به شما میگم دوستان، اگر یه وبسایتی میخوان که اسمش جا افتاده باشه، مردمریپورت.com مال من هست، میتونم واگذار کنم. اوکی؟ ببینید این مادر قهوه چی نوشته. چرا بهش میگم مادر قهوه؟ این اگه مادرش قهوه نبود، این همه دروغ نمیگفت، این همه به همه توهین نمیکرد، نمیگم من زنم و فلان و بیستار دوچار فلانیم، ولی وقتی زنش اومد تو فرودگاه احمق عکس گرفته، 10 ساک گذاشتن، 5 باید رو گاری، نمیدونم فکر کنم آلبالو خشک و نمیدونم خورشت که چی میگن کوفت زهرماری قرمه سبزی و اینا رو فکر کنم سبزیاش برای 20 سال دیگه شون هم آوردن سوئد. بلا فاصله هم رفته گفته این پناهنده است، بهشون خونه دادن، پول گرفته، حالا نشسته به همه فحش میده. الان دیگه آخرش هم رسید به رضا پهلوی، رضا پهلوی هم قبول نداره. خب ببینید حالا این مردی که پدر سگ چی نوشته. ببینید من 1:16 فرستادم، 1:17، یعنی این نشسته بیکار منتظر جواب دادم. برو گمشو مردی که، تو باید کلی پول فقط اجازه داشته باشی برنامه های ما رو پخش کنی. یکی به این بگه آخه اولاغ دوپا احمق جون، ما به تو گفتیم بیا برنامه تو بده ما پخش کنیم، پوفیوز، اصلا خوندی اونو؟ آقا من نوشتم یه ماشینی دارم میخوام بفروشم، یه عده ماشین نمیخوان، چیزی نمیگن، 4 ماشین میخوان، آقا مدلش چیه، چنه، کی بیام نگاش کنی؟ توی احمق پدر سگ میگی که نه زن من با ماشین قبلی رفته، فعلا نمیتونه بیاد تو ماشینی تو. آخه این کجای این وب؟ ببین آقا جمشید، شما نشین اونجا به من بگو خوبی کن، آقا تو برو انقدر خوبی کن که دندت نرم بشه. دارم کم کم عصبانی میشم ها، وارم اپ. گفتم بهتون اولین بار که اینجا پسر ما رفت کشتی بگیره، ما رفتیم برای مسابقات، دیدم اینجوری اینجوری میکنه. گفتم بابا چرا اینجوری میکنی؟ گفت به ما گفتن خودتونو بزنید که اگریسیو بشید. گفتم بیاییم بر. گفتم بابا بیچاره این آقای فرخیان، آقای پورشکیبایی، آقای قشقایی، آقای فرجام، اینا به ما یاد میدادن افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. پدر سوخته ما تو رو فرستادیم بیاری ورزش، مرد بشی، به دیگران کمک کنی، این چه کاریه؟ شادم به خاطر همین نصیحت من بود قهرمان نشد. البته چیز گرفت، اسکالرشیپ گرفت، اون قسمتش خیلی کمک بود به من. خب بفرمایید آقا جمشید، 1:54. حالا مسئله رو شما روش حساس بودی، روی یک دونه الف که اون داریم رو نوشته بود دارایم، کجا؟ توی اون برنامه خجالت همراه بغض در تاریخ 15 فوریه، در دقیقه 40:28. خواهش میکنم اون رو بیاری، تاریخ 15 فوریه، دقیقه 40:28 در ارتباط با بغض مطلب رو قشنگ. دقیقه 40:28، همه الان شما اشتباه گفتی 48 ثانیه، اب نداره، ولی ممنونم، باریکلا، کار تحقیقی قشنگی کردی و درست میگه دوستان، این تا حالا 4 درست میگه. من شهر رو خوندم شعر، حالا بعد میارم بعد از این مسیج، بعد از این پیام بهتون نشون میدم و چرا اشتباه خوندم براتون میگم، که اینم اشکال ما تو کامپیوتر و تو فارسی خوندنه و اشکال من اینه که ببینید من وقتی که برنامه ندارم، این کامپیوتر من اینجاست، بذارید بکشمش اینجا شما ببینید، ببینید این کامپیوتر اینجاست، که بذارید اصلا بیارنش بالا، ببینید دل، ببینید
وقتی که برنامه دارن این رو به قول آمریکایی‌ها پوشش میدن، میره عقب، میاد جلو دوربین، میشه تلپرامتر من. اوکی؟ من مثل اونای دیگه سعی میکنم بی احترامی نکنم به بیننده، که وقتی میخوام یه چیزی رو بخونم بیام رومو بکنم این و انگار شما اونجا بیکار و هیچ کار هستید. بله، امروز گفت پیام نقل‌علی خان و حسن علی خان، من آمدم به خودم فشار میارم، به چشم فشار میارم، این کارا رو میکنم که یه تصویر درست و بهتری بدم به شما. اون کاری رو که آمریکایی میکنه، تلپرامتر 14000 دلاری میذاره زیر دوربینش، من با این هوش و ذکاوت و این آچارا تو ایران دیدی اینایی که اینا جانجمنا که چیزا رو چی میگن دست دوم فروشی ها میچسبونن با هم، این کارو کردم. و چون عینک من شمارش برای خوندن هست که اینجا باشه، یا برای کامپیوتر هست که اینجا باشه، ولی کامپیوتر من حالا یه فوت و نیم 18 اینچ 30 سانتی متر، چقدر 18 تا دو تون، بله یه فوت میشه 30 سانتی متر، 45 سانتی متر رفته دورتر، من از اینجا شعر و شهر میخونم، شهر رو شعر میخونم و حالا برات میارم. بعد از این نشون میدم که چرا اشتباه کردم. آقا اشتباه کردم، عذر میخوام، شما برنده شدی ولی دیر آمدی، بلیطای بخت آزمایی هم دیدی اینجا میگه 6 ماه دیر تر بیای برو بچسبونش به دیوار به عنوان کاغذ دیواری، برنده نیستی. خب بفرمایید. درست میگه آقای جمشید، درست میگه. بخونید که شما به جای این که بگید مثلا فرض کن به جای که بگید مثلا شهر حافظ سعدی، گفتید شعر حافظ سعدی. به جای که بگید مثلا شهر کوروش، گفتید شعر کوروش. به جای که بگید شهر هخامنشیان، گفتید شعر هخامنشیان. همینطور 4 بار این مسئله رو شما تکرار کردید. از میشه حضورتون، بعد وقتی من براتون روز بعد توضیح دادم، گفتید نه چنین چیزی ممکن نیست، اگه راست میگی ثابت کن چه روزی فلان، که منم اون موقع حقیقتی نداشتم. بعد خودت منو وادار کردی که برم دنبالش و به ثابت کنم. چون گفتی که جمشید، خدا وکیلی به این قدرت من باور آوردی که اونی که دوستش داری مؤدبه، مهربانه، مرامش رو دوست داری، روزی 10 بار تو تلویزیون میگه ملت تو رو به خدا در خونه رو باز کنید، 5 ثانیه بیان تظاهرات، ملت بیان جلو فدرال بیلدینگ، ملت این کارو بکنید، نمی کنی. ولی منو که دوستم نداری، قدرتی دارم تونستم روی مغزت چنان اثر بذارم که بعد از 4 ماه و نیم و رفتی اینو پیدا کردی. حالا به من کم کم ایمان میاری؟ یه کمی دیگه صبر کنی ادعای پیغمبری میکنم. صبر کنید دوستان، سوربی امروز جمعه میخواد ادعای پیغمبری کنه. خب بابا 124000 تا داریم، به 124000 تا یه سوربی مگه میمیرید؟ شما 124000 تا شد تحمل کردید، صداتون در نیومد. 1/124000 چه عدد کوچکی میشه سعید؟ اگه هنوز هستی بنویس ببینم چند تا صفر میره پشت صفر. یه سوربی هم بهش پیغمبر. بفرما. اگر شما بردی 40 دلار از من میبری، اگر شما باختی 10 دلار میدی. با اطمینان میگفتی. من باز هم دنبال این نرفتم، ولی باز شما پیله کردی، گفتی که اگر شما که حالا که مدتی بیل کردی نیومدی حتما باختی، ای نداره من میبخشم من فلان، یه مشکلی که اصلا به من نمیخورد خدا وکیلی. برای همین بود منو وادار کردی، قلقلک کردی، انگولک کردی به قول خودمون، که من برم دنبال این موضوع و کلی هم وقت گذاشتم با این همه گرفتاری ها تا پیداش کردم. خب حالا بذارید پخش کنید، خواهش کنم برای دیگران. من بقیه اون مسئله رو که تو اون انسرینگ قبلی گفته بودم دیگه نمیگم تا این دفعه این پخش بشه و نمیخوام که ببینید دوستان، از اول برنامه بنا رو بر این گذاشته که پیامش دریافت شده، به خاطر چیزای بدی که گفته من پخش نکردم. هنوزم که آخر برنامه است میگه من این بار
چیزایی رو که اونجا گفتم نمیگم، بلکه پیامم پخش بشه. این آقایی که از مهربانی صحبت میکنه، از دوستی صحبت میکنه، از خوب صحبت کردن صحبت میکنه، فقط جای خوب صحبت میکنه که ببینه اگر بد صحبت کرد یه اشکالی پیش میاد، اگر توهین کرد برنامهشو پخش نمیکنن، ویدیوشو پخش نمیکنن. شما اون چیزی رو که تو اون پیام گفتی که من نگرفتم بذار، من دوشنبه اونو پخش میکنم. اصلا چی میگن اینجا؟ I can't wait، من بی صبرانه منتظرشم. بریم، تمام برنامه ما شد. شما اشتراک کنیم که میخواییم با هم مشکلاتون رو حل کنیم. حتما عیزم رو تعدور میبوسم، امیدوارم که پخش کنیم این مرتبه بدون هیچ گونه ایرادی، و هممون اشتباه کار هستیم، هممون تو کارامون اشتباه میکنیم. فراموش نکنیم که خود ما هم بشریم، همه بشران مثلکم به قول حضرت محمد، و عرض میشه حضورتون و به هیچ کس هم توهین نکنیم بابا. توهین غلطه، خواهش میکنم توهین نکنید. احمق هم که میگید یکی از توهین های بده، به هر کی بگید احمق هیچ کس قبول نمیکنه این توهین رو بپذیره و سکوت کنه، حتما میخواد جواب بده. چه رو آقا جمشید، شما هیچ وقت کلمه احمق رو استفاده نمی کنید؟ دوستان شماها هیچ وقت کلمه احمق رو استفاده نمی کنید؟ از سربی کلمه پیدا کرده و به فرهنگ فارسی اضافه کرده که شماها هیچ کدوم ازش استفاده نمی کنید، ولی همه تون معنیش رو می دونید. پس این حالا شد موقعی که سربی ادعای پیغمبری کنه. یه نفر سال 2001 هم یه نفر از مریلند زنگ زد، آقای سربی ما شما رو دوست داریم، ما با خانواده میشینیم برنامه رو نگاه میکنیم، همچین انتظاری نداشتیم. ما فکر کردیم خدایا حالا دکممون باز بوده، موهای سینمون پیدا شده، بلند شدیم، شلوارمون پاره بوده، خشتکمون پیدا شده، چی شده که این با خانوادهش انگار آمدن پارک شهر یا آمدن سینما، همه نشستن سربی برنامه، حالا برنامه گذاشته سربی، ایشون دیساپوینتد یا ناامید شد. گفتیم آقا چی شده؟ آقا شما تو برنامه گفتید احمق. گفتم حالا من نمیپرسم به کی گفتم احمق و از شما نمیپرسم اون احمق بوده یا نبوده، ولی یه سوالی دارم. خب احمق وقتی یه کسی باهوشه میگیم عجب باهوشه. ضمن این که ما ایرانی‌ها مخصوصا شیرازی‌ها وقتی میرفتیم سینما یه هنرپیشه خیلی خوب بود فلان اینا، میمدیم بیرون میگفتیم آقا پدرسگ دیدی چقدر قشنگ میپرید هوا. بابا من یه انباردار داشتیم آقای خوبیاری، فکر کنم بنده خدا فوت شده باشه، مگر اینکه چون ترک ابی وردی بود و اینها همه چی بودن، ژن خوب داشتن، اینها همه آریایی بودن، ممکنه هنوز زنده باشه، هر جز خوب و خوش باشه، اگرم فوت شده که روانشون. این کنتاکتور یه چیزیه که از زیمنس آلمان می آوردن، هنرستانی هم که ما بودیم کلا آلمانی بود و رابطای ایران و آلمان و اینا هم وقتا چی بود، بیشتر ما چیزای آلمانی و اروپایی داشتیم، ما از همین چیزای آمریکایی خیلی قرب و منزلت داشت. حالا که اومدیم آمریکا میبینیم نه بابا، نه ماشینشون اونجوره، نه چیزی بمانه. این کانتاکتورا وقتی میمد یا رله زمانی وقتی میمد صدای من میزد، میگه آی سربی بیا داخل انبار، اینو باز میکرد از تو پلاستیک درش میبرد، میگم نگاه کن پدرسگ چقدر قشنگ ساخته اینو. خب حالا شما میگید ما نگیم، چشم، از امروز نمیگیم احمق، میگیم این امید دانا که انقدر میفهمه، ما اینو نوشتیم این جواب داده، شاید هم بهتر کار کنه، شاید هم بعد شماها بگید عجب مردی که احمق این امید دانا. خب آقا تو من میگی نگو که خودت بگی، باش ما نمیگیم که شما بگی، بفرم او در رو باشه چه پشت تلفن باشه. آها یه چی دیگه شما گفتی، گفتی از راه دور روتو میبوسم. تو رو خدا دوستان این روبوسی رو بندازید دور، حالا چه از طریق ایمیل چه از راه نزدیک، حالا که دیگه سه بارم همدیگر رو ماچ میکنن. آقا این دست دادن، دماغشون به دماغ هم مالیدن، اون تو سر اون بزنه، مال موقعی بوده که لغات کم بوده، نمیتونستن مثلا به هم که میرسن بگن درود، بگن سلام، بگن خوشحالم از دیدن، دست میدادن. یا مثل این سیاه‌پوستا وقتی دست میدن 7-8 بارم اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اینجوری میکنه. الان به خاطر این مریضیایی که فهمیدن
یعنی نه به خاطر مریضی ها همیشه بوده، به خاطر اینکه فهم و شعورمون رفته بالا و به این مریضی ها آگاه شدیم، آقا دیگه دستم نمیدن. فعلا میگه اینجوری فیست، همینجوری مش کن، از پشت بزنی به هم. لابد بعد یه مدتی هم میگن آقا یه مرضی هست، از پشت دستم واگیر میشه. آقا سلام سلام، ماچبوسه چیه؟ حالا میخوای بگی تا عادت کنی مثل معتادا، بگو از راه دور دست شما رو میفشارم. آقا دستم که میدید به این و اون، اینقدر فشار ندید. آخه یعنی چی به یه نفر اگه دست میدید دست فشار میدید؟ یعنی چی زورتون زیاده؟ هیچ وقت فکر کردید مثلا اگه به سوربی دست بدید دستشو فشار بدید، این یه دفعه با مشت چپ بزنه تو صورتتون؟ هر وقت میخواین دست یه کسی رو فشار بدید، فکر کنید که اون ممکنه با دست چپش یه مشت بزنه تو فک شما. مثل آدم دست بدید. جمشید جان برگرد این پیام و این برنامه رو از اول ببین و ببین امروز چند تا چی یاد گرفتی که تا امروز نمیدونستی. بازم ازت ممنونم. من امروز یاد گرفتم که قد نشو، الکی شرط بندی نکن. یه کسی مثل جمشید، اونم بچه شیراز، قد میشه میره میاد براتون. بعد دوستان میگم یادتون باشه برید 15 فوریه توی آرشیومون دقیقه 40 و ثانیه 28، اونجا این چیزی رو که ایشون میگه که من اشتباه کردم درست میگه، من اشتباه کردم، بعد از این پیامم بهتون نشون میدم و دلیل خودم رو هم میگم که چرا اشتباه کردم. چون هر کسی هر اشتباهی میکنه یه دلیلی داره، اون موقع فکر میکرده درسته، بعدن که اتفاق میفته میگه آها من این دفعه آمدم مثلا اینجا فکر کردم اونجوری شده، یعنی دلیل داره. براتون میگم آقا جمشید نجاتیم، 4 دقیقه و 56 شما صحبت کردی، 40 دقیقه و 56 دقیقه ما صحبت کردی، 96 دقیقه. بفهم باشه، هر چه که باشه به هر کس هر توهینی بکنید اون هم غرورش گریه‌دار میشه و میخواد جواب بده، ولو اینکه حق با شما باشه، ولو اینکه هر احمق باشه، ولی هیچ کس نمیپذیره بگه من احمقم. اوکی عزیزم، نمیخوام الان این موضوع رو کش بدم، فقط خواستم که یادآوری کرده باشم. گرفتاری فراونی هم دست و بالمو گرفتن که مسئله نیست، اونا رو نوشتید، منم ممنونم، امیدوارم گرفتاریاتون رفع شده باشه. بازم اینجا درست میگه دوستان، اگر من یاد بگیرم با منطق با زبان بهتری صحبت کنم، شاید حتی اون چیزایی رو که مخالف من هستید شما دیگه مشتتون رو اینجوری نگیرید، بازش کنید، بگید بابا راست میگه، بذار ما دربارش فکر کنیم. اینم ما یاد گرفتیم از جمشید. ممنونم دوستان. حالا من یک نمایش کوتاهی براتون بدم از این صفحه وبسایت مردم تیوی. مردم تیوی نگو، بلا بگو. ببینید چجور بلا افتاده به جان این جمشید. کار داره، زندگی داره، دوستش فوت شده، همه رو ول میکنه میره دنبال برنامه فوریه 15، 15 فوریه روز عشاق ها، یا یه روز بعد از عشاق. ببینید دوستان، بیاین توی این صفحه تلویزیون مردم، صدا رو ببندیم، اینو با دقت نگاه کنید که اگر تا امروز بلد نبودید یاد بگیرید. اولا تا میاین اینجا این وسط صفحه باید این تلویزیون کوچولوه که گفت فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه، این تلویزیون کوچولوه میبینید این وسط باید کار کنه. اگر کار نمیکنه دوستان، کامپیوتر شما اشکال داره، باید به یه نفر که بلد هست بگید، یا محبت کنید از جونتون 20 دلار کنده بشه ببرید توی بست بای یا جاهای دیگه. دیدید چگونه این تصویر عوض شد؟ برای که این حالا همینجور داره تو این تلویزیون اونو نشون میده، تو اون تلویزیون اونو نشون میده، ولی آخر این شد این وسط. ولی بیایم این بالا، این بالای بالا سمت چپ نوشته هم، خونه، منزل. میگه یا بیا بریم به خونتون یا بیا خراب شده ما. حالا شما اومدی خراب شده ما، این میگه هوم، درسته؟ دومی میگه درباره ما، درباره خودمون نوشتیم. سومی میگه آرشیو، آرکایو یا بایگانی. این رو کلیک کنید. ایرانی ها میگن بزن، بزنید. اوکی، وقتی زدید کلیک کردید میارتتون تو این صفحه.
همین امروز برای آقای حسن اجلالی نوشتم آقا ماه رمضون گذشت، اگر میخوای برگردی تو ما این عکس و مکس و اینا رو نگه داریم، اگه نه باید بابت اینها ماهیانه پول بدی. دوستان شما میتونید نشریه داشته باشید، چی داشته باشید، مثل کانون آوا، مثل جبهه آزادی خواهان، مثل اینهای دیگه، ماهیانه یه مبلغی کمی میدید، ما براتون اینجا این رو میذاریم، یا صفحه اول، یه تبلیغی هم برای خودمون بکنیم، یا صفحه اول اینجا میبینید نوشته آگهی شما میتواند اینجا باشد. ببینید هی عوض هم میشه، این مال نیاک، این مال ماز جبرانی، این مال این، همینجوری آگهی شما میتونه اینجا باشه با روزی 3 دلار. اون احمق شاه اللهی که فکر میکنه نیاک به خاطر این آگهی خرج زندگی منو میده، خب احمقه. حالا گیرم که سربی اینجا داره دروغ میگه، میلیون ها دلار در ماه میگیره، آگهی نیاک رو میذاره اینجا. احمق، شما بیا با 3 دلار آگهی تو بذار جایی که 1 میلیون هست. پس دروغ شما میگی نه من. برگردیم به آرشیو، برگردیم به بایگانی، بریم دنبال کار جمشید، چون حالا میدونم اگر من این نخونم جمشید میگه نگاه کن سر همه رو گرم کرد که نشون نده. بابا ما که 4 بار گفتیم ما اشتباه کردیم، دست از سر کچلمون بردار. خب بیایم رو عکس سربی کلیک میکنیم، بعضیا میگن بزنید، بعضیا میگن اینجا را فشار دهید. ما ایرانی ها از بس تو رژیم های دیکتاتوری بهمون فشار اومده، یا میخوایم یک کسی رو فشار بدیم یا میخوایم بزنیم. کلیک کنید، کلیک، اوکی. ببینید چقدر قشنگ، چقدر منظم، چقدر با تاریخ های ردیف. همینجوری از جولای 2016 میری پایین تا برسی به فبروری 15 که آقای کی میگه؟ بله اتفاقا چه برنامه هم هست، رضا شاه میگوید هنگامی که من آمدم. خب بد نیست این برنامه رو هر وقت بیکارید برگردید نگاه کنید. روی این که کلیک میکنید شما رو میبره توی این صفحه. ببینید زمستون بوده، فکل و کراوات و پیرن و نمیدونم پولیور و همه چی دارید میبینید. حالا برای که شما بزرگتر ببینید، صفحه کامل ببینید، ما اینجا این رو اینجوری میکنیم، اوکی، میریم به دقیقه یا زمانی که آقای جمشید گفته دقیقه 40. ببینید اینجا، میبینید دوستان این سمت چپ، اینو میگیری میکشی بهت نشون میده. الان اون بالا نوشت 20 و 40 و فلان، دقیقه 40 ایشون گفته 28 ثانیه و 28. اجازه بدید 40 و بله، خلاصه اینجا میتونید بزنید ببینیم 41 رفت، آها 41 و 11 اینجاست. شهر فرهنگ غنی پارسیان تو این بوده که من اشتباه خوندم. حالا ای کاش اون بیاد ببینم براتون بگم چرا من این شهرها رو شعر خوندم، و اگر امروز هم از این فاصله این رو میدیدم باز ممکن بود این شعر و شهر بخونم، شهر و شعر بخونم. دلیلش هم براتون گفتم دیگه، 60 سالمون شده و عینک کامپیوتر باید اینجا باشه، کامپیوتر چون رفته دورتر ما هم یک کمی به اصطلاح اینا رو قاطی پاتی میخونیم. و چقدر خوبه جمشید جان که سربی آمده و نشونت میده این چیزها رو که میخونه. چند تا تلویزیون ایرانی که هی صدا میزنه آقای مهندس کنترل، اتاق کنترل، تلویزیون جهانی لطف کنید شماره 15 رو نشون بدید. بعد که نشون میده شماره 15 رو، عکس خودشو مثلا دوستشو دارن عرق میخورن، میگه نه 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 ببخشید منظورم شماره 15 بود، این یکی 15 ایه. چند تا تلویزیون ایرانی سراغ داری وقتی یه چیزی رو نشون میده بیاد بخونه؟ و بازم ممنونم. این مقاله به اسمش این بود، خجالت همراه با بغض، و من اینجوری خوندم. امروز به این وسیله تصحیحش میکنم چون اون روز غلط خوندم. اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی است. این جمله غلط. حالا چرا؟ شاید هم تو فارسی ما میتونیم هر جمله‌ای رو معمولی
به عنوان خبری بنویسیم ولی آخرش یه علامت سوال بچپونیم توش، تبدیلش کنیم به جمله سوالی. ولی غلطه، جمله سوالی باید با آیا شروع بشه. آیا اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی است؟ بعدم علامت سوال جلوش. خب یا شهر شعر رو، حالا دیگه خدا بگم کوفت بگیر جمشید، حالا شهر رو میبینم یکم مکس میکنم ببینم شعره یا شعر رو میبینم ببینم شهره، یا شهر شعر و ادب پارسی. ببینید اینجا بوده، من چون شهر شعر بوده، بعدم چون شما جمله رو که نگاه میکنی ببین، اگه میخواستیم ما کلمه به کلمه بخونیم که میشدیم مثل همین دوستان درود ورود، بچه های کلاس پنجمی، ما دیگه یاد گرفتیم جمله بخونیم و امتحان کنید. شما دیگه کلماتی که نگاه میکنید یکی یکی نمیبینید، شما جمله رو میخونید. من چون صحبت از شهر شعر و ادب شده، بلافاصله تا حافظ و سعدی رو دیدم اینجا بوده، به اشتباه این رو هم خوندم شعر حافظ و سعدی. حالا تا اینجاش هم اشکالی نداره، شعر کوروش خوندم، این غلطه، کوروش که شاعر نبوده. البته اگه ایرانی ها رو بل کنی یه چند مدت دیگه ما شعری هم از این و اون میچسبونن به کوروش، میگن بابا کوروش گفته. دوستان درستش این بود، اینجا شیراز پایتخت عربستان سعودی است، یا شهر شعر و ادب پارسی، شهر حافظ و سعدی، شهر کوروش، شهر هخامنشیان، شهر لطفعلی خان زند و زندیان، شهر فرهنگ غنی پارسیان. نام های خیابان های شیراز: ابوالنصر، الحسنی الهاشمی، بنی هاشمی، دایی الله، فرزدقی، فدک، ابوذر غفاری، شقاقیان، طلاب، فتحیه، سجادیه، منصوریه، فضیلت، فلاحت یا فلاحت، رسالت، والفجر، یقطین و آیا فقر واژگانی داراییم. این همون اون الفی بود که من اشتباه خوندم، خدا بگم چه کارت کنه جمشید، واقعا خفت کنه ها، یا نه خدا خفت نکنه که خودم اولین باری که دیدم خفت کنم. آیا فقر واژگانی داریم؟ آیا در کل عربستان یک خیابان را میتوانید بیابید که نام پارسی داشته باشد؟ خجالت همراه با بغض. ممنونم. خب دوستان، ما امروز شما را اینجا اسیر و عبیر و گرفتار کردیم تقریبا 83 دقیقه با یه پیام 5 دقیقه‌ای از جمشید. به این میگن برنامه گذار، به این میگن برنامه تلویزیونی. چرا؟ فلسفهش اینه، این خانم یا آقایی که نشسته یا سعید تو مکزیک نشسته منو نگاه میکنه، امروز نمیخواد کنار دریا بره، نه نوبت دکتر داره، نه بچهشو مدرسه میخواد ببره، نمیخواد لباسشویی بره، نمیخواد ماشینشو تعمیر کنه، بیکاره، از بیکاری نشسته اینجا. این وسط سربی هم بیچاره عاشق یه مشتی خلوچلی مثل شما شده، عمرشو میذاره هر جا باشه مثل کفتر امام رضا، میاد ساعت 2 بعد از ظهر که شما دیگه میتونی ساعتت رو برنامه تلویزیون سربی مرتب کنی، برای شما برنامه میذاره. حالا دوست داری بشین استفاده کن، دوست نداری مخالفی، بیشتر من دوستت دارم، بشین نگاه کن، فکر کن، شاید من درست میگم، همون جوری که جمشید درست میگفته من باید فکر کنم شاید فلانی درست میگه. اینقدر یه دنده نباشین. اگه میخواین یه دنده باشید، این ماشین مرسدس و پرشتون رو ول کنید، برید یه درشکه زمان کوروش بگیرید، بگید کوروش درست بود. اون موقع بابا درست بود، بدبخت با همین درشکه ها رفت یونان و رفت نمیدونم پدر خودشو در آورد. ولی الان اون درشکه عکسشو به در دیوار بزنید، ولی برید با ماشین سوار بشید لذت ببرید. خب حالا اگه از همه اینا شما دوست ندارید، بیکار نیستید و اینها، مثل این آقا یا خانم، مثل این آقا، خانم ها اینقدر احمق نیستن، مثل این آقا میای آدرس ایران آریایی رو برده چاپ کرده گذاشته اینجا، اوکی؟ چرا؟ این گفته من با این کاری که میکنم اصلا ممکنه هم عقیده من باشه ها، ولی این کار کرده که من شروع کنم به ایران آریایی و به این شاه اللهیا و اینها دربری بگم، این خوشحال بشه. یعنی چی؟ یعنی این بدبخت
وجود نداره، شهامت نداره، شجاعت نداره، میخواد حرفی رو که خودش میخواد بزنه من بزنم. اون وقتا من نادان بودم، احمق بودم. اب نداره بگیم نادان بودیم، احمق بودیم. مگه جوک نیست میگه آقا اونم اولش این بود بعدن آدم شد، اولم نمیدونم انشتین هم این بود فلان، این جوکا دیگه همه اون بلدیم. اوکی؟ اون وقتا تو دام اینا میافتادم، ولی الان وقت عزیز خودم رو به این مفتخوران نمیدم. امروزم تنها دلیلی که این پیام جمشید رو پخش کردم برای ثابت کنم که آقا جمشید اگر شما اون کاری رو که میگی انجام بدی، پیام رو بری پیدا کنی، غلط رو پیدا کنی، من این شهامت شجاعت رو داشتم و دارم که بیام بخونم. اگرم جایی لازم باشه عذرخواهی میکنم. باز برگردید این برنامه رو از اول ببینید، این بار پنجمه. جمشید جان آخرین باری که اشتباه کردی و عذرخواهی کردی کی بوده؟ امیدوارم مثل اون احمقای نباشی که یه اشتباه کرده ولی پاش وایساده منجر شده طلاق بگیره، منجر شده زندگیشو از دست بده. آقا بگو اشتباه کردم، کامپرومایز کتابی ها. اوکی، حالا بریم سراغ آقای اقتداری. یه چیز فرستاده، یک شنبه میتینگ ویل بی آن ساندی جولای 10. آها، پس فردا. آقای رحیم باجوغلی برنامه دارن، این دوستان هم جمع میشن دوره هم، عیبی نداره دیگه، یه مشتی پیرپاتالی مثل من هستن اینجا، اهل ورزش مرزش هم نیستن. اونی که اهل ورزشه میره ورزش میکنه، اونی که اهل مشروب و دوا و هروینه میره هروین میکنه. این بنده خداها جایی ندارن، سیاسی فکر کردن بودن، حالا همینجور موندن، میرن جمع میشن دوره هم، برن. به من چه؟ دوست دارم بهشون میپیوندم، دوست دارم ندارم به من چه؟ آقا آزادن. خب بریم سراغ توده. آها، آقای شیرزاد جلیلی، همیشه من به شما میگم جلالی، نمیدونم چرا، چون یه مهدی جلالی اینجا بود، فکر کنم به خاطر اونه. در صورت آقای شیرزاد جلالی یکی از اونایی بوده که با مجاهدین بوده، فکر کنم جزو اسرای ایرانی بوده که مجاهدین اینا رو گرفتن. آخه مجاهدین شما اونایی رو که با جان و دل اومدن بهتون پیوستن، ببین چه جوری از هر سوراخی در رفتن. حالا دیگه شما میرید بدبخت اسیر ایرانی رو میارید، خب این از روز اول فکر اینه که در بره، در هر صورت حالا اومدن و زندگی خودشون دارن اینا. آقای شیرزاد جلیلی گاهی وقتی برای من یه چیزایی مینویسه، ویدیوهایی میذاره و اینها. ایشون نوشته با سلام آقای سوربی، افغانها برای جنگیدن در کشور سوریه از دولت ایران پول میگیرن. من خبر ندارم، شما خبر داری؟ بیا توی برنامه 5 دقیقه 10 دقیقه توضیح بده، بگو طبق این سندی که فلانی نشون داده این از این پول میگیره. من والا خبر ندارم. این یه خبری رو من نوشته بودم که نوه خمینی در پاکستان نمیدونم پناهنده شده، پیشنماز شده. پسر عموی من از من سوال کرده بود این خبر حقیقت داره، چون جای دیگه من نتونستم پیدا کنم. نوشتم ببین من که سندشو گذاشتم، یعنی این خبر رو من نساختم، ولی اونی که گذاشته اگه این خبر بی خود و فلانه، اون داره پایه برنامه رسانه خودشو سست میکنه. و براش اینجوری نوشتم کمال عزیز در بی خبری، ای کمال 100 مرحله من پیشم. شما بی خبر از حسین و حسن خمینی در پاکستان، من بی خبر از خیشم. آقای شیرزاد عزیز، من اینجا وقتی که دارم بیرون کار و زندگی و اینها، خب کار و زندگیه، وقتی که اضاف پیدا میکنم میام میشینم تو همین سوراخ سنبایی که شما نگاه میکنی این خبرها رو میبینم. بعد 17 18 سال 20 سال فهمیدم که به هر خبری دل خوش نکنم. اون خبر رو اگه میخوام پخش کنم، یه جوری از کجا گرفتمش رو به طرف نشون بدم، مسئولیتش از خودم رفع کنم. الان میبینید دو بار سه بار اسم شما رو آوردم که اگر فردا یکی گفت آقا شما کجا میگی افغانیا، میگم آقا این شیرزاد جلیلی از طریق اسکایپ برای من فرستاده. اینو میندازم به اوار شما. یعنی چی اوار شما؟ به بختار شما درس. اوکی، خودتون میدونی منظورم چیه. خب بذار ببینم، آقای رزاقی هم اومده. آقای رزاقی خوش اومدی. دیگه کیه دوستان؟ این فیسبوک رو برای دیگران بفرستید. ما برنامه که تموم میشه مینویسه که تبریک، شما بیش از 1000 نفر رو برنامه های لایوتون اومدن، ولی در حین برنامه که نگاه میکنیم میبینیم این عددی که اینجا میگه با اون فرق میکنه. اینم از
چیزای عجایب روزگار دیجیتالیه. خب شیرزاد جلیلی اضافه میکنه و یا در میتینگ های فرقه مجاهدین روزانه 70 یورو از فرقه پول دریافت میکنن. برایم جای سوال شد چرا رادیو بی بی سی در این مورد هیچ حرفی نمیزنه. آقای جلیلی، شیرزاد عزیز، من بارها بهت گفتم منی که میام اینجا 8 صفحه کاغذ برای خودم مینویسم تو این 2-3 روز و 100 تام ایمیل و نوار و اینها میذارم که اصلا امروز یادم رفت این دوست ما راجبه، اصلا من یادم رفت بهتون بگم تو آمریکا چه شیون و شین قتل حسینی هست، سیاها رو کشتن، سیاها اومدن پلیس رو میکشه، اصلا اینجا شده غرب وحشی وحشی وحشی. یادم رفت راجع به اون دوستمون بگم که پیام فرستاده دوشنبه براتون پخش میکنم، نوشتهشو بخونم، عکسی رو که طرف با موتورسیکلت وایساده نماز جمعه پخش میخونه، نماز جماعت میخونه، بگم خدا ذلیلت نکنه جمشید، 2 ساعت برنامه رو اختصاص دادم بهت، این میشه 100 دلار. خب جمشید همشهری گفتیم. آها دیروز براتون بگم دوستان، ما رفتیم فروشگاه یه چیزی بخریم، وقتی خریدیم آمدیم دم صندوق، این آقا پسر آمریکایی به من گفت که شما 60 سالت شده، ما بعضی وقتا به آدم بر میخوره. بعد گفتم که بله، خواستم اینم بابا دیگه وقتی ما میان تاریخ تولدمونم بهتون میگه، گفتم که بله مگه چطور؟ گفت آخر روزای پنجشنبه دوستان، این فروشگاه هریستیتر هست، هریستیتر روزای پنجشنبه به اونایی که 60 سالشون شده باشه، این ماجرای سینیور سیتیزنم، بعضی جاها بالای 50، بعضی جاها بالای 55، بعضی جاها بالای 60، بعضی جاها بالای 62، بعضی جاها بالای 65، بعضی جاها وقتی مردی بهت میگن سینیور سیتیزن. فکر کنم تو ایران اون وقتی مردی، چون هیچ که تخفیف به پیرمردا نمیده. چرا تو ایران خداییش بلند میشدیم اونا تو اتوبوس و اینا بشینن یا بیرن. خلاصه آقای گفت که شما اگه روزای پنجشنبه بیاین اینجا خرید کنید، حدود 6%، چون 60 سالته 66 بهت تخفیف میدیم. اینم ما گفتیم که شما برید از امروز هر کدومتون رفتین این فروشگاه هریستیته تخفیف 60 سالگی رو گرفتید، اون پول رو بفرستید برای تلویزیون مردم. نه که خیلی هم پول میفرستید همیشه، اینم بره جز اون. خب شیرزاد نوشته 70 دلار میگیرن. برایم جای سوال شده که چرا بی بی سی این حرف رو نمیزنه. آقا بی بی سی که تلویزیون شما نیست، بی بی سی که رادیو شما نیست، شما که تهیه کننده برنامه بی بی سی نیستی، شما برو روی یوتیوب حرفتو بزن، شما برو روی اسکایپ حرفتو بزن، شما برو روی فیسبوک حرفتو بزن. این روزا که هر کسی شده یه رسانه ای، کجای دنیا یه کسی به خودش اجازه میده آقا من از فاکس نیوز سوال کنم چرا تبلیغات سوربی رو نمیذاره؟ آقا دلش نمیخواد بذاره. تازه اگه پولش هم بدی شاید بازم دلش نخواد بذاره، شاید با قانونش فرق کنه. چرا همش هی سوال میکنیم گیر میدیم چرا اون این کار رو نمیکنه؟ از خودت سوال کن چرا خودت این کار رو نمیکنی؟ چرا خودت این کار رو نمیکنی؟ چرا شما که 10 ویدیوی 3 دقیقه‌ای برای من میفرسی، همیشه هم با انصاف گفتی این ویدیوها رو هم که نگاه میکنی من پولشو میدم که الان یه مدتی ندادی، چرا خودت ویدیو درست نمی‌کنی؟ قشنگ ویدیو درست کن، بگو دوستان من امروز می‌خوام درباره این سوربی صحبت کنم. این سوربی که از نیاک میلیون‌ها دلار پول می‌گیره، بعد به این احمق که آمده یه کاغذ نصفه‌ای برداشته، اول یه پشتش نوشته بعد یه پشت دیگه‌اش، درباره میگه این اینجور اونجور. آقا اگه من اونو پخش نکردم، به جمشید که ثابت کردیم اشتباه می‌کنه. امیدواریم شما هم بدونی بابا شما هم اشتباه می‌کنی. بی بی سی و وایس آف آمریکا قرار نیست که تلویزیون جلیلی باشن. اگر اینا میتونستن تلویزیون سوربی و تلویزیون جلیلی باشن که سوربی نمیومد اینجا وایس زیر این نورا برای شما برنامه اجرا کنه. شما هم مثل سوربی بلند شدین تو این تلویزیون هم نیا. این تلویزیون اصلا برنامه دیگه نمیفروشه، به هر کیم خواست برنامه بفروشه ساعت 1000 دلار. احمد این پیرسگ پیر خراسان به من میگه که چرا ارزون میفروشی؟ آخه پوفیوز تویی که پیتزا گرون فروختی به کجا رسیدی؟ الان شدی نوکر خر لنگ. من فلسفه جاینت و فلسفه سیفوی و فلسفه آمریکا رو دارم، ارزون بفروش مشتری های بیشتری داشته باشی. آخه به کی بگه آدم؟ به چی بگه؟ این دوستمون، اون همشهریمون، اون موافقمون، اون مخالفمون،
میگم موافقه که موافقه که میگه خب اوکی خیلی خوب گفته سوربی. آقا حمایت کن بابتش یه خرجی، بابت به خود تعهد، به خودت چی میگن تعهد بده، نه قرار بذار که آقا من این کار انجام میدم. ساعت 3:36 دقیقا انقدر چی گفتم دست ها تعجب نکن شیرزاد جان، اون اینو نمیگه برای که بی بی سیه، بی بی سی بلندگوی تبلیغاتی دولت انگلستانه، اون قرار نیست بلندگوی تبلیغاتی شما باشه. اوکی؟ اوکی. و اما برنامه زنده سوربی با مردم، این برنامه رو از فیسبوک هم پخش میکنیم، پیام جمشید رو هم خوندیم و اهوازی ها با لباس عربی دیروز تظاهرات کرده و تایید خود را از سیاست های عربستان اعلام داشتن. آکاگو جون فهمیدی چشمه رودخانه کجاست؟ بله، اینم یه عکسی، من نمیدونم این عکس هم مثل اون عکسی که آقای چیز برای ما فرستاده بود، دادور، سفر دادور، اینقدر بزرگ تو این صفحه افتاده که من نمیدونم. دوستان اگه کسی میدونه این عکس‌ها چرا اینجوری بزرگ میشه تمام صفحه رو میگیره، به ما هم یاد بده که ما اینو کوچیکش کنیم اندازه‌ای که شما بتونید ببینید. بذارید ببینم اینم افتاد به تیک تیک. بله اینجوریه. و یعنی شما میخوای بگی این دوستان روزای معمولی لباس‌های معمولی میپوشن ولی امروز به خاطر این تظاهرات رفتن این چپیه و دشداشه و اینها؟ من آقا اهواز خدمت کردم، اهواز صابخونه ما بهش میگفتیم بی بی، باور کنید یک کلمه فارسی بلد نبود، باید با زبون علم الاشاره به این پیرزن صحبت میکردیم و هر وقت مشکلی پیش میومد با وای میسادیم تا پسرش، که مثلا پسرش 8 تا بچه داشت اون موقع، پسرش که میومد خونه ما به این میگیم بابا به مادرت بگو که مثلا این چیزا رو گذاشتی اینجا درست نیست، مثلا این حمام ما داریم کرایه‌اش رو میدیم، این اتاق ما داریم کرایه‌اش. و خیلی ها رو اونجا میدیدم با این لباس دشداشه و لباس چپیه و این چیزایی که میدونید، ولی اگه خواستید در این باره بیشتر صحبت کنید. ضمناً پیام شما رو دوست عزیز من دوشنبه پخش میکنم. آها این عکس خیلی باحاله، این عکس من یاد یه عکس دیگه انداخت. دیدید بعضی وقتا شما یه چیزی میبینید خیلی خوشتون میاد، همش دلیلش این نیست که از اون یه عکس خوشتون اومده یا از اون چیزی که دارید میخونید و میبینید، شما رو یاد یه جای دیگه یه برنامه دیگه انداخته. یه عکسی بود سالها پیش روی اینترنت آمده بود و میچرخید، توی اون عکس یه آقایی با موتورگازی رفته قبرستون، بعد حتما میخواسته بره سر کار، دیرش بوده یا تنبل بوده هرچی، همینجوری روی موتورگازی که نشسته دلا شده، دستش رو گذاشته روی سنگ قبر پدر مادر هرکی فامیل، به اصطلاح فاتحه خونده و رفته. حالا این آقا هم اینجا خب نماز جماعت دیگه نوشته آبشار عاطفه، اسم ایرانه دیگه، یه جای ایران یا افغانستانه، به احتمال زیاد ایرانه، I don't know. بله این آقا با موتورسیکلت و خورجین موتورسیکلتش و اینها آمده، با کفش و اینها وایساده، ولی جزو نماز جماعت شده. و این بر میگرده به همون صحبتهایی که دوستمون کرد اون روز، گفت آقا همین ها میگفتن موتورسیکلت حرامه، همین ها میگفتن تلویزیون حرامه، ولی الان از صبح تا شب آخونده در تلویزیون هستن، آخونده توی قم روی موتورسیکلت دستاش هم ول میکنه. پس نشون میده آخونده خودشونو با زمانه تطبیق دادن، ولی من و شما هنوز موندیم توی قرن چه میدونم والا. بله دوستان نیاک یه برنامه‌ای داره فان ریزینگ، اینم برای کوری چشم این کسی که پول فرستاده، این پولو برو بده به عمت. اوکی بذارید اینجا بهتون نشون بدم، تبلیغ کنین. و اگر شما باور دارید که نیاک میلیون‌ها دلار به ما میده، شما همین خدمت و سرویس ها رو براتون نرخشو میفرستم، شما هم بیاین استفاده کنید. اینجا ببینید نوشته که بله نوشته که دوست عزیز ما فقط میخواستیم به شما بگیم که جمال عبدی یه ایمیلی قبلا فرستاده در رابطه با سه شنبه 14 جولای در مکلین ویرجینیا چه خبره، فان ریزینگ هست برای این آقا. این آقا رو من قبلا دیدم،
a change to support a champion for our community. میگه یه چانس ببخشید دیگه لاست تخصیص همشید سه بار باید بگیم ببخشید. A chance to support میگه یه شانسی که بیاین حمایت کنید. والا ببین آمریکایی‌ها چقدر قشنگ بلدن. این میگه یه شانسی شما آوردید که بیاین حمایت کنید. ما باید همین اینا رو استفاده کنیم. A chance to support مردم تیوی. بله A champion میگه این شانس میارید که حمایت کنید این قهرمان رو، قهرمان کامیونیتی، یعنی هم چی میگن خودمون همسایه و در و دروازه و فلان هم. در اصل فان ریزر برای ری الکت، یعنی برای دوباره انتخاب شدن این آقای کیت الیسون. ببخشید ببین مثلا من این از دور خوندم نلسون، آمدم جلوتر دیدم الیسون، ازم میشناسم اینه. اینجوری آقای جمشید یه روز بیا بشین یه برنامه ای تو دوربین بذار. براتون گفتم سالها پیش، آنه آگهی رو بخونیم تا آخرش. Thursday July 14 من گفتم Tuesday، ببینید این بالام باز به جای Thursday خوندم Tuesday. خب ببین خیلی جالبه، یه اعلامیه خواستیم بخونیم سه تا اشتباه. پنجشنبه رو گفتیم سه شنبه، اومدیم پایین آقای الیسون رو گفتیم نلسون، چانس رو گفتیم چنج، سه تا اشتباه کردیم نمرمون 17. در اصل هر کی میخواد یا با نیاک تماس بگیره مستقیما Thursday July 14 از 7 شب تا 8:30، و این رسمه وقتی که اینها توی یک منزل شخصی مهمونی میذارن اینها آدرسش رو نمینویسن. هر کسی که میخواد شرکت کنه وقتی بلیت خرید مینویسه تو مکلین ویرجینیا است، تو این منطقه است بلیت خرید، براش مینویسن آقا شما که دوتا بلیت خریدی اینم آدرسش بیا اونجا. یعنی با دعوت با احترام، نه اینکه خود طرف مرض داره از کوچه آسفالت اونوری نمیره میاد از تو کوچه سنگ و ناخاله شنی سربی. چرا؟ اینم دوست داره که سنگ برداره به در شیشه مردم سنگ بندازه. حالا اگه شما امیدتون اینه که این کوچه سنگ و ناخاله سربی هم یه روزی آسفالت بشه، شاید اگه آسفالت شد منم دیگه مهربان بشم، منم دیگه ایراد از کسی نگیرم. ولی یه صحبتی، اگه من بشم آقای آقای همشهریمون میبودی، اگه من بشم نوریزاده، آیا شما وقتی اون میبودی اصلی هست میان به میبودی کپی توجه کنی؟ اگه اون نوریزاده که یک عمر با حرومزادگی و پدر سوختگی به اینجا رسیده میان با نوریزاده کوچولو برنامه شو نگاه کنید؟ پس سربی آقا یونیک، سربی کسیه که وقتی هیچ کس جرأت نمیکرد به شازده بگه، شازده گوه آقای مردی که بی ارزه دروغگو، و امروز نگاه کنید هر کسی به خودش اجازه میده که ازش انتقاد کنه. پس چی؟ سربی پیغمبری ناشناخته. از امروز تبلیغ کنید، اگر میخواید جزو 12 امام من باشید فوری به جمع ما بپیوندید. این ماجرای 12 چیه؟ آقای عیسی با اون 12 نفرش، آقای محمد با این 12 نفرش. تو آمریکا چی میخوای بخری؟ تخمق 12 تاست، یه دوجینه. تو ایران میگفتن دوجینی همون دزن بود، حتی میگفتن نیم دوجین 6 تا تو بازار میگفتن. خب نیاکم گفتیم به کوری چشم این آقای احمق شاه اللهی. اگرم شاه اللهی نیستی رفتی در نقش شاه اللهی اینو فرستادی، خب نشون میده خیلی احمق تری. روزی مردی به سفر میرود و به مرد آهان بابا جمعه است. این سعید هم میگه آقا یکم لبخند بزن، یه از این چوبای لباس، گیرای لباس بگیریم اینجا اونو به اینجا اونو بچسبونیم که لبخند بزن. ما ایرانی ها از روز که دنیا میان طلبکار مشتامون گره کردیم. مشتاتو باز کن، یه جوکی براتون میگم، قاه قاه بخندی. کی اومده؟ مهدی شیرازی بالی کلا. روزی مردی به سفر میرود و به محض ورود به اتاق هتل متوجه میشه که هتل کامپیوتر داره. تصمیم میگیره به همسرش یه ایمیل بزنه.
نامه رو می نویسه، اما در تایپ آدرس دوچار اشتباه میشه و بدون اینکه متوجه شود نامه رو میفرستد. برای همون اتفاق افتاده. ما یه دوستی داشتیم داریوش رفرف، این هر روز صبح نه یه روز در میون برای دخترش که میخواست ایمیل بفرسته برای من میفرستاد. منم چقدر خوشحال میشدم، عزیزم دلبرم فلان، میگفتم ای چقدر خوب شد. بعد میدیدم با برای دخترش، میگفتم داریوش جان دوباره این انگشتت زدی رو اینوری برای من فرستاد. حتما برای شما اتفاق افتاد. خلاصه نامه رو میفرسته. در این زم در گوشه دیگر از این کره خاکی زنی که تازه از مراسم خاکسپاری همسرش به خانه بازگشته بود، با این فکر که شاید پیام تسلیتی، نامه‌ای، وکیلی، چیزی درباره وصیت‌نامه‌ای از دوستان و آشنایان آمده باشد، به سراغ کامپیوتر می‌رود تا ایمیل‌های خود را چک کند. اما پس از خواندن اولین نامه قش می‌کند و بر زمین می‌افتد. پسر این زن با هول و هراس به سمت مادرش می‌آید و مادرش را نقش بر زمین می‌بیند. در همان حال چشمش به صفحه مانیتور می‌افتد که نوشته گیرنده همسر عزیزم، موضوع من رسیدم. میدونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی. راستی اینجا کامپیوتر هم داریم و هر کس به اینجا میاد میتونه برای عزیزانش نامه بفرسته. من همین الان رسیدم و همه چیز را چک کردم. همه چیز برای ورود تو رو به راهه. فردا میبینمت. امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشه. وای چقدر اینجا گرمه. لابد زنم فکر کرده ای وای این شوهر من مرد و رفت تو جهنم، حالا منم فردا میرم تو جهنم. خیلی قشنگه اینا. خب آدم میدونه جوک دیگه، یکم بخندیم. و اما از جوک بیایم بیرون، بریم سراغ کمپوزیسیون عقب افتاده. کمپوزیسیون عقب افتاده که به هر حبابی روی آب چنگ میزنه تا بلکه یه دو روزی دو تا ایمیل دیگه بفرسته. عرضه‌ای که نداشته، 37 سال هیچ کاری نکرده. اوکی؟ حالا میایم اینجا. میگه چی کاکو اون موتوری شیرازی نبود؟ مهدی از شیرازی، از کجایی؟ میگه اون موتوری شیرازی نبود. نمیدونم والا، این عکس رو این دوستمون فرستاده که دوشنبه پیامش رو براتون پخش میکنه. خب بذارید اینو بخونم که من با این نوشته خیلی اختلاف دارم. نوشته در زمان قاجار در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران مسجد کوچکی وجود داشت. امام جماعت آن مسجد میگوید شخص روزخانی را دیدم که هر روز صبح به مسجد می آمد و روزه حضرت زهرا را می خواند و به خلیفه دوم اهل سنت ناسزا می گفت. و این در حالی بود که افراد سفارت و تبعه آن سنی بودند. برای نماز به آن مسجد می آمدند. روزی به او گفتم تو به چه دلیل هر روز همین روزه را می خوانی و همین ناسزاها را تکرار می کنی؟ مگر روزه دیگری بلد نیستی؟ او در پاسخ گفت بلدم، ولی من یک نفر بانی دارم که روزی 5 ریال به من میدهد و میگوید همه روزه را با این کیفیت بخوان. از او خواستم مشخصات و نشانی بانی را به من بده. دوستان همینجا وایسی. روزی 5 ریال در زمان قاجار. ببینید اون احمقی که شروع میکنه اینو مینویسه، حالا شما جمشید جون به من بگو نگو به اون احمق، اون نادانی که اینو شروع میکنه مینویسه، حتی نمیاد بنویسه روزی 100 نار، روزی 2 شاهی، روزی 1 ریال، روزی 1 قران. اوکی؟ بعد شما به من بگو چه کسی امکان داره پول از یه جایی بگیره بعد بیاد به اون یکی هم بگه بله اینها به من پول میدهن تا من بیایم این را بگویم. حالا چی؟ برای که میخوان آخرش بیاد این افرادی مثل بهمن بیگ، اتفاقا این پایین هم نوشته به احتمالا این بهمن بیگه، یه آدم عقب افتاده شاهولایی تو آتلانتا، بیکار بیار، پول دولت ایران هم حتما میخوره، حقوق میگیره، دولت اینجا هم میخوره، هر وقت هم مجاهدین میخوان بیان اینجا سوار میشه میاد اینجا، هم که میاد فوش مجاهدین میده. همین 2-3 روز پیش هم که این بیچاره ها رو تو لیبرتی زده بودن برای من نوشته بیا آقای سربی اینم دوستانت که باهاشون انقلاب کردی،
منم براش نوشتم احمق پدر سوخته. حالا شما میگی جمعه فوش نده. موقعی که شاه ترسوی تو فرار کرد، موقعی که تو زن تو میبردی جایی که تو اون کشور حامله بشه که پاسپورت بچت مال اونجا باشه، من سرباز حکومت نظامی ایران بودم. با اینا چجوری تو میتونی صحبت کنی آقا جمشید؟ ولی شما بیا که این ضرب المثل رو ما عوض کنیم. از فردا، از دوشنبه دیگه نگیم ادب از که آموختی از سربیه بی ادب، بگیم ادب از که آموختی از جمشید خان با ادب، که یه پیامی گذاشته که این پیامی که به دست من نرسیده خودش انقدر شرمنده شده میگه حتما من انقدر بد گفتم که سربی پخش نکرد. نه آقا، من منتظرم که تو بفرسی اینجا یقتو بچسبم 2 ساعت درازت کنم رو میز تشریف. در هر صورت روزی به او گفتم تو به چه دلیل هر روز همین روزه را میخوانی و همین ناسزا را تکرار میکنی؟ او در پاسخ گفت بلدم، ولی من یک نفر بانی دارم که روزی 5 ریال به من میدهد و میگوید فلان بخوان. این موقعی که همین کمپوزیون مینویسه تا نمیدونم قبل از انقلاب خامنه ای و خمینی و فلان اینا روزی جلسه 2000 میگرفتن، همشون هم مینویسن میمده خونه ما برای مادرمون نمیدونم روزه میخونده، همه اینا مینویسن. یعنی این خامنه ای و رفسنجانی اینها، همه اینها مرهم مادر اینها بودن. همینا مینویسن اون زمان روزی 2000، ولی مینویسه این آقا در زمان قاجاریه، آدرس هم میده، بغل سفارت حکومت عثمانی یه مسجدی بوده، پیشنمازش هم ازش پرسیدن، اون پیشنمازم چه آدم ساده ای آمده گفته. خلاصه فهمیدم که بانی یک کاسب مغازدار است. رفتم سراغش، چقدر محقق بوده اینم مثل جمشید. رفته سراغ بانی، به بانی گفت که، او گفت نه من بانی نیستم، شخصی روزی 2 تومن در زمان قاجار به من میدهد تا در آن مسجد چنین روزه‌ای خوانده شود. یعنی 15 ریال یا 15000 این آقا بقاله کاسب مغازدار میذاشته جیبش، روز 5000 میداده آخون، 5 ریال به اون روزه خوان میدم و 15 ریال را خود برمیدارم. چقدر آدمای صادقی بودیم، از این آخوند پیش نماز، از اون کاسب، که به این سادگی میگیم که از کجا چقدر پول بهمون دادن و برای چه هدفی. باز جریان را پیگیری کردم. سرانجام با 11 واسطه معلوم شد که از طرف سفارت انگلستان روزی 25 تومان برای این روزخانی با این کیفیت مخصوص برای ایجاد تفرقه بین ایران شیعی و حکومت عثمانی سنی داده می شود که پس از طی مراحل و دست به دست گشتن 5 ریال برای اون روزخانه بیچاره می ماند. دلش هم برای روزخانه می سوزه که این روزخانه چه بیچاره در زمان قاجار فقط 5 ریال می گرفته. منبع: کتاب 1001 حکایت اخلاقی به قلم محمد حسین محمدی. حالا دوستان نگاه کنید، منبع اینه. اولا من دوست دارم این کتاب رو ببینم، بخونم و فکر کنم صفحه به صفحه میشه روز 2 ساعت برنامه داشته باشیم و من در این فکر هستم. حالا کیه؟ اسمشو نمی‌نویسه، جرئت نمی‌کنه. و من در این فکر هستم که حدود 200 سال پیش انگلستان در چه فکرهایی بوده و ما در کشور عزیزمان چقدر دلال فقط برای یک روزه داشته ایم. درست و دردآور که چگونه، بله درست و دردآور که چگونه بیگانگان بر پشت ایرانیان بیخرد. ببین ایرانی ها حالا شدن بیخرد. هر وقت دوست داشته باشن من و شما بیخردیم، هر وقت دوست داشته باشیم ما ملت ایران فریخته هستیم و خودفروش سوار و بین ما جدایی میاندازن. و خودفروش سوار و بین ما جدایی میاندازن. این اتفاق هنوز ادامه دارد. زمانی که آقا خانم، آقای آریانپور، آقای علی همشهری، تو رو خدا شما اینا رو برای من نفرست که منم بیام اینجا بگم. بذارید اقلا این چند تا دلشون خوش باشه تا روزی که بمیرن و به قول معروف برن دنبال هر کی دوست دارن. خب دوست گرامی، از بد و شروع سلطنت در ایران همه کسانی که شاه ایران شدن افراد خانواده هاشان یکی پس از دیگری شاه ایران شدن.
آخرین آنها رضا شاه و محمد رضا و نفر سومشان رضای دوم بود که در خواب پادشاه شدن ایران روز شماری میکنند. ضمناً خلافت در دین اسلام قبل از تبدیل شدن به شیعه انتخابی و یا جمهوری بوده است و فرزندان حضرت علی یعنی حسین و حسن سعی کردن آن را به صورت موروثی و پادشاهی درآورند که موفق به آن نگردیدند تا سالها بعد که شاه اسماعیل صفوی به نحو دیگری حکومت دینی را مکمل حکومت شاهنشاهی کرد و شوربختانه ملت ایران چوب این تصمیم غلط را خورده و می‌خورد. بنابراین این نوع حکومت خانوادگی در کشور ما روش تازه‌ای ندارد. چرا آقای آریانپور این جواب نوشته؟ برای که یه نفر نوشته که ببینید که این خانواده حکومت خانوادگی هست در ایران. مرحوم پدر میرحسین موسوی پسر عمه پدر آیت الله خامنه‌ای بود، برادر زن آیت الله خامنه‌ای علی اکبر معتشمی بود، از طرف اون مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست باجناق علی اکبر معتشمی است، مصطفی تاجزاده داماد علی اکبر. آقایون فرزندان کوروش اینا که آخوندن پدر سوخته هستن، بدن عقب افتاده هستن، داخل خودشون ازدواج میکنن. اوکی؟ چون حضرت محمد گفته پسرمو و دخترمو و نمیدونم اینا عقدشون اون بالاها بسته شد که بعد پزشکی و اینها میگه بابا اینا یه مشتی آدم عقب افتاده پس میندازن. برید سراغ کوروش، برید سراغ داریوش، برید سراغ پادشاه ها. دوستان کلیمی گوشاتونو ببندید، دوستانی که گوشاشون بازه بیان جلو. بریم سراغ دوستان کلیمی. هنوز تا هنوز اینا بین خودی ها ازدواج میکنن که یکم نکنه خدای نکرده خون تمیز و رقیق و آریایی و چوزن نمیدونم قوم چی میشه فامیل برگزیده. بدونید کلیمی ها چوزن پیپل هستن، یکم خونشون با خون من و شما قاطی نشه، یکم خدای نکرده نکنه مغز بره تو مغزشون. نمیخوایم حالا به جودا و کلیمی ها و این هم توهین کنیم، ولی چرا یه نفری که میبینیم میگیم آقا از قیافش معلومه که کلیمیه؟ برای همین ازدواج های داخل هم. ولی اونی که سواد داره، اونی که درس داره میدونه که بابا همه نژادا یه روزی میشه براون، برای که شما الان دخترتون که ازدواج کنه، پسرتون که ازدواج کنه، ببینید که طرف ترک مال تبریز، پسرش اومده رفته با یه رومانی ازدواج کرده، رومانیه دو دست نسل که میریم اینو اصلا مال اون ور. برید آقا از اینا ایراد نگیرید، اینا دنباله اون حکومت هم. اینها فرزندان خلف حکومت پادشاهی هستن. اینا به اسمشون توجه نکنید، اسمشو گذاشته جمهوری. کدوم جمهوری؟ چه کسی الان به آقای خامنه ای رأی داده؟ شما رأی دادی علی آقای عزیز؟ شما رأی دادی که الان ناراحتی فامیلشون با هم ازدواج کنن؟ وقتی پادشاهیه تو همون پادشاه‌ها مگه بابا نبود رفتن زن از یه جای دیگه آوردن شناسنامه پاسپورت ایرانی براش درست کردن؟ فکر نکنید تو 2500 سال پیش نمیخواد بری. همین آقای محمد رضا شاه پهلوی فوزیه رو آوردن گفتن آقا این نمیشه زن این باشه، گفت ما میکنیم و میشه، کرد و شد فوزیه شد ایرانی. بستتونه یا بازم بگم؟ 3:59 دقیقه است. جمشید جان منتظر نامت هستم، برام بگو که اون راوتر رو میخوای یا نمیخوای و پولم یادت نره. امروز بگو که من اگر این پولو نفرستم، تا نفرستم نهار نمیخورم، صبحونه رو بخور، ولی بگو تا نفرستم نهار نمیخورم. قولت میدم فردا قبل از نهار اینو پست کردی. به خودمون بگیم اون روز دیدید من گفتم آقا من من برات هوشنگ شنبه اینا رو پست میکنم، اگر شنبه نرم چون تعطیلیه، سه شنبه صبح رفتم یه برنامه ازش ساختم از ماجراهای سفر سربی به پستخانه محلی فرفکس. دوستان اگر برنامه من رو که میبینید لذت میبرید، میگید ای آقا این تمام چیزایی که این گفت همینی که من میخوام بگم، خب ببخشید تا بهتون نگفتم فلان فلان شده چرا حمایت نمیکنید، حمایت کنید. دوستان اگه برنامه منو که میبینید از اول تا آخرش مخالفید، از خودتون سوال کنید چرا من وقتم رو دارم با مخالفم میگذرونم. ولی یه خبر خوشحالی بهتون میدم، شما آدم فهمیده ای هستی که به حرفای مخالفت گوش میکنی، چون موافق رو که میدونی چی میگه، مخالف رو گوش میکنی شاید یه چیز جدید یاد بگیری.
این دوست ما میگه که من هر روز مطالعه میکنم و وقتی مطالعه میکنم یاد میگیرم که چقدر نمیدونستم. یعنی ما وقتی مطالعه میکنیم یاد نمیگیریم که چقدر دانا هستیم، یاد میگیریم چقدر نادان بودیم. بستتون یا بازم بگم؟ واقعا دیگه ساعت 4 شد، امروز هم سر ساعت شروع کردیم. سعید ممنونم، امیدوارم زودتر برگردی از مکزیک. هرچی پول اضافی داری بفرست برای تلویزیون مردم، اینجا گرمه. ببین اونی که دشمن خودش رو میدونه به حماقت، چون من دشمنی با کسی ندارم، من کسی رو که ارزه و وجود نداره اسمش بنویسه اصلا نمیشناسمش، تازه اسمش هم بنویسه من نمیشناسمش، ولی چون احمقه مخالفه خودش رو دشمن میدونه، اون پول اینجوری میفرسته. اوکی دوستان، این پوله رو اگه شما یه جای دیدید دادید به کسی، این نوشته رو اگه میشناسید به ما بگید کیه کجاست، یه وقتی بیارش اینجا. ببینم چی نوشته، خط بالایی براتون بخونم. نوشته فلان جان هرچیه، سال نوروزتان، سال نو مبارک باد، نوروزتان پیروز و خجسته باد. یه چیزی هم بعدش نوشته. اگه این نوشته رو یه وقت دیدید، یه مهمونی بوده کسی به کسی داده و یکی مثلا به شما نشون داده، بگید ببینیم کیه. چون یادتونه که یه دوستی داشتیم بعد که با ما مخالف شد زنگ میزد، صداهای یعنی زنگم که میزد بنده خدا اشتباه کرده بود، تلفن رو به جایی که اینجا بگیره جای دیگرش کرده بود اینها. بعد ما اومدیم شماره تلفنش رو تو برنامه گفتیم، از بس دوستان بهش زنگ زده بودن تلفنش رو عوض کرد و زنگ زد عذرخواهی کرد به دروغ و آی سربی. من یه مهمونی داشتم روزا که من میرفتم سر کار، مهمونه زنگ میزده به تلویزیون شما اینجور و اونجور، همش دروغ، همش دروغ. ای خدا نسل این دروغ رو برداره و نسل این تعارفای ما هم که خود تعارف هیچ چیزی نیست به غیر از دروغ برداره. دوشنبه هم مهمون نمیگیرم، دو ساعت با شما هستم، پیام این دوستمون رو پخش میکنم براتون و این دوستمونم فعلا تا ماه آگست و اینها نمیتونه برنامه داشته باشه. گفتم تو میخوان کتاب چاپ کنن، اینا مشغولن. و دوستان در تلویزیون مردم برنامه داشتن به همین سادگیه. هر کدومتون فکر میکنین مشکله، یه ایمیل برای من بفرستید، براتون یه ویدیویی رو میفرستم. واقعا مثل اون مولینکسا بود، فشار میدادیم 1 2 3 برای این بود که زیاد نسوزه موتورش. 1 2 3 میشونی شما برنامه داشته باشید. از اینکه با تلویزیون مردم بودید و وقت گرانبهای خودتون رو، عمر عزیزتون رو با من تلف کردید بسیار خوشحالم. ببینید چند تا چیز یاد گرفتید. روز و روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. به امید دیدارتون دوشنبه 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا، 11 صبح به وقت کالیفرنیا. برنامه آوا قبل از من بود، اونم تا هفته دیگه پخش میشه. روی کانون آوا هست، روی فیسبوک هست دیگه. والا نمیدونم این احمقی که میره آدرس ما رو پیدا میکنه میتونه پیدا کنه، ولی اونی که میخواد $10 بفرسته میگه آی سور میخواستم $10 بفرستم آدرستون رو پیدا نکردم. ای داده بیدم، چه بگم چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در قفا ماندنم بهتر است. این زبان رو قایمش کنیم. مرسی.